تخصص از شیراز بودم و بورد سال 1378 رو پاس کردم. هیئت علمی دانشکده اهواز سال 78 و از سال 79 تا 84 هیئت علمی شیراز بودن که در خدمتشون بودیم. دقیقا منم همون سال 84 دیگه از دانشگاه شیراز اومدم به تهران و همچنین ایشون از سال 90 تا 94 هم رئیس دانشکده دندونپزشکی آزاد بودن. چیزی که جا داره اینجا ما یادی ازش بکنیم، به هر حال جناب آقای دکتر مظفری بود که استاد هر دوی ما بود و ایشون یه علاقه خیلی زیادی به تی ام جوینت داشتن و ما از اولین روزهای رادیولوژی خلاصه با مباحث و اصطلاحات تی ام جوینت و اولین کسی که اصطلاح اینترنال دیرنجمنت و معنیش و اون مفهوم و فلسفهش رو به ما یاد داد آقای دکتر مظفری بودن که متاسفانه چند سال پیش در اثر سرطان فوت کردن و ایشون دانشگاه شیراز رو به قول معروف ترک کرده بودن و در آمریکا اقامت داشتن و در دانشگاه پنسیلوانیا. به هر حال یک پایه‌گذاری کردن که همه بچه‌های شیراز، من فکر می‌کنم که هرچی از TM joint و رادیولوژی می‌دونن، حالا چه در اون تدریس عمومی که داشتن و چه در تدریس تخصصی، بسیار روی این مسئله تاکید داشتن و بسیار آدم علمی و از لحاظ اخلاقی و اون منش استادی واقعا یادشون رو ما همیشه به خیر میکنیم و امکان نره من OPG ببینم یا عکس رادیولوژی ببینم و یاد ایشون نکنم. ایشون توی اون برنامه سباتیکال اولین کسی بود که 3D CT اسکن 3D رو به قول معروف توی آمریکا که بودن کار کرده بودن و اون موقع برای ما یه به هر حال یه چیز بسیار دست نیافتنی بود و برای اون خیلی جالب بود که بتونیم اینو ببینیم. به هر حال من خوشحالم که در خدمت آقای دکتر وفایی هستم. از این فرصت هم استفاده میکنم، حتما فکر میکنم که همکارای جراح فک و صورتمون، حالا همکارا و یا رزیدنت ها، حتما حضور دارن در این بحث. من خوشحالم که به هر حال توسط گروه علمی و به خصوص آقای دکتر نوابعظم که خیلی دارن وقت میذارن و با ارتباطاتی رو که انجمن و با خارج برقرار کردن، ما مرتبا دیگه براتون این وبینارا رو خواهیم داشت. در قسمت برنامه فردا شب و پس فردا شب هم را اگر یادتون هست اعلام بفرمایید. دکتر خودتون اعلام کنین بهتر، الان حضور ذهن داریم. بفرمایید. برنامه فردا شب با آقای دکتر کریشنامورتی هست که رئیس انجمن شکاف کام و لب هند هستند در رابطه با درمان ثانویه بینی در بیماران کلپ پلت انجام میدن و شنبه شب هم برنامه است با ماریا لون از ایتالیا که بیشتر در رابطه با کمک های ارتودنسی در جراحی دامفک و صورت و بیماران شکاف کام و لب هستش. برنامه بعدی هم برنامه اعلام خواهیم کرد. آی دکتر، این برنامه این خانوم رو حتما به همکارای ارتودنتیست اگه بتونین توی انجمنشون یه خبر بدین در سایتشون، چون من کارای ایشون رو دیدم، واقعا خیلی کارای جالبی رو بله با ارتودنتی انجام میدن و خیلی مشکلات جراحی رو با ارتودنسی حل میکنن و خیلی فهم جراحی ارتودنسی بسیار خوبی دارن و خیلی به اصطلاح فلسفی بیماران رو درمان میکنن. بله 100% آقای دکتر، حتما. خب من اینجا دکتر یه 5-6 دقیقه، البته حالا بدنم باز صحبت میکنیم، من یه چند دقیقه وقتتون رو میگیرم به خصوص برای همکارای جراح فک و صورت که بدونن که ما در انجمن حالا با همه مسائلی که وجود داره، به قول معروف از اون سد کوریکولوم و داستاناش با یک سال بسیار سختی داشتیم، اونو رد کردیم و الانم از هر طرف مشغول هستیم به حمایت به هر حال از همکارا و مسائلی که پیش میاد خلاصه سعی میکنیم حل کنیم و به خصوص حالا در کرونا امیدوارم که همکارا واقعا با پروتکشنی که انجام میدن و مراقبتی که انجام میدن از خودشون محافظت کنن. خب چند تا از همکارانمون درگیر شدن، رزیدنت‌ها درگیر شدن، الحمدلله
به قول معروف تلفات نداشتیم و این جای شکرش باقیه و امیدوارم که همکارا واقعا اینو جدی بگیرن و بتونن از خودشون محافظت کنن. و همینطور میخوام از کلی همکارا الان که گروه علمی به خصوص تشکیل شده و هسته های شهرستان های مختلف داره فعال میشه و همه داریم با مشارکت اونا سعی میکنیم که این برنامه های وبینار و ارتباطات حالا تا گروه سنفی هم همون جور که میدونین تشکیل شده، حالا اگه مشکل از اون نظر دارید سعی میکنیم که اونا رو به هر حال در قدرتی که انجمن داره تا وسعی که داره بتونیم اینا رو حل کنیم. همکارای هیئت مدیره همه دارن، هر کس گوشه ای از کار رو گرفته و خب مسئله تعرفه ها رو داشتیم که به قول معروف الان 6 ماهه که داریم میجنگیم که بتونیم تعرفه خصوصی رو در یک حد معقول و جوری که بتونن همکارا و به خصوص جوانترها بتونن مطبعشون رو راه بندازن و کار کنن و در این پیش میره. من خیلی خلاصه گفتم در این مبحث TM Joint هم که آقای دکتر وفایی زحمت میکشن امشب در مورد رادیولوژی و به اصطلاح بایومکانیکس صحبت میکنن. خب TM Joint جنبه های مختلف داره، درمان های مختلف داره و مهمترین چیزش تشخیص است که تشخیص هم الان بر پایه سی تی اسکن و ام آر آی با کمک همکارای عزیز رادیولوژیستمون انجام میشه. اگه ما تشخیص درست داشته باشیم و تفهیم درست و به قول معروف فیلسوفی اون پاتولوژی رو بتونیم درک کنیم، چون دیگه این مثل دندون عقل نیست که ببینیم یه مثلا یه مزیو انگولار حالا از اینجا میبریم خارج میکنیم، باید تمام یافته‌های رادیولوژیک یافته‌های کلینیکالمون رو با همدیگه بتونیم تلفیق کنیم تا بتونیم به یه نتیجه خوب با درمان‌های کانزرواتیو در حد امکان درمان‌های کانزرواتیو رو شروع می‌کنیم. اگه درمان نشود بعد میریم سراغ اینترونشن آرتروسکوپی و یا درمان‌های باز. ببخشید خلاصه چند دقیقه وقتتون رو گرفتم از آقای دکتر وفایی دوست خوبم، خواهش می‌کنم که سخنرانی خودشون رو شروع کنن. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای دکتر رهسپار و جناب آقای دکتر نوابعظم. ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادیم که بتونیم کانسپتامون رو با هم دیگه شیر بکنیم. ممکن هست که اختلاف نظرهایی یا حتی کانسپت‌های متفاوتی بین تمامی گروه هایی که بر روی تی ام جوینت کار میکنن وجود داشته باشه، به امید اون روزی که بتونیم همگی دور هم جمع شیم و بهترین راه واسه درمان بیماران رو داشته باشیم. من با اجازتون اگر که بتونم اسلاید ها رو بیارم خدمتون، من اجازه اسکرین شیر رو زدم. آقای دکتر نوابعظم من میزنی که شما اسکرین شیر رو واسه من فعال نکردی. آقای دکتر الان نمیتونم اسلایدار رو شیر اسکرین بکنم، باز میکنید لطفا شیر اسکرین رو؟ جناب دکتر الان اسلایدهای منو دادیم رو اسکرین. آقای دکتر من اسلاید بله اسلایداتونو دارم آقای دکتر، هیچ مشکلی نیست.
شما میتونید اگر کسی مشکلی داره میتونید میکروفونتون رو باز کنید بگید. رهسپار رو ندارم. آی دکتر رهسپار ویدیوشون رو قطع کردن. هستن تشریف. من ویدیو رو قطع کردم که سبکتر بشه. تشریف. نه الان خوبه. الان من دارم تصویر رو. بله به همه چی هست آقای. شما چقدر خوشحالم که امشب در خدمت آقای دکتر رهسپار هستم، به یاد گذشته های شیراز و به یاد گذشته های دانشکده و آموزشی که ما بالاخره از ایشون از کارهای منحصر به فردشون موقعی که جوان‌تر بودن بعض از عملایی که می‌کردن اصلا یفه میپیچید تو شهر. آقای دکتر هنوز جوانن ماشاءالله، عملای سنگین دارن، تازه شروع کردن تو شیراز. بله بله الان هم که ماشاءالله سیندروما رو که دیگه بله زبان دیگه زد شده تو کار سندروم. بسیار خوب، سعادت داریم در خدمت شما هستیم. من مبحث رو شروع میکنم با اجازتون. فقط قبلش عرض کنم که ممکن هست مبحث بیومکانیک یکم مبحث در حقیقت خسته کننده باشه، ولی ضروری هست بیومکانیک و پاتومکانیک رو داشتم. من الان تصویر آقای دکتر رهسپار رو ندارم. ملش کن دکتر، من خودم قطع کردم که برنامه سبکتر. پس من با اجازتون آره. ادامه میدم. آره شما خودتون ادامه. آقای دکتر رهسپار، آقای دکتر اگر صورت شما رو نبینن نمیتونن شروع کنن. باید صورت شما رو ببینن تا قطع میکنی ایشون هم وای میسن. من در خدمتتون هستم. این برنامه رو سبکتر میکنه من خاموش کنم ویدیو ما. بله. آخه همکار دیگرم به نام سحر، با اسم سحر هم ایشون هم هستن، اگر لطف بفرمان قطع بکنن که فقط ما آقای دکتر رهسپار رو زیارتشون میکنیم ممنون میشم. عرض میکردم که ما برای اینکه بتونیم یک درمان خوبی واسه بیماران تی ان جوینت انجام بدیم نیاز هست که همونجور که فرمودن استاد رهسپار باید یه تشخیص درست داشته باشیم. الان مدتی هست که میبینم که بعضی از همکاران عمومی ما که خیلی هم تلاش میکنن میان و انواع و اقسام درمان ها رو همزمان شروع میکنن که شاید یکی از درمان ها مثلا بگیره و موفق شن. این نشون میده که در تشخیص یه مقدار ما ضعیف هستیم. پس برای یه درمان خوب باید اول یه تشخیص خیلی خوب داشته باشیم. واسه این که ما بتونیم تشخیص بدیم بیماری های تی ام جونت رو، باید پاتومکانیک که ایجاد اون بیماری رو یا اون اختلال رو دقیقا متوجه شده باشیم و لمسش کرده. پاتومکانیک هم امکان پذیر نیست مگر اینکه ما یه بیومکانیک خوب است، یعنی ما تا نتوانیم نرمال یک جونت رو تفسیر و تعریف کنیم هیچ وقت نمیتونیم بیان بگیم چه حالتهای پاتولوژیک میشه. این هست که ممکن است بحث مقدار سنگین باشه، ولی من خواهش دارم که مخصوصا به نکات کلیدی که وسط بحث ارائه میکنم و نظر سایر اساتید رو هم میخوام همکارا توجه بکنن که همینا بعضی وقتا یه کلیدی میشه واسه اینکه بتوانیم به مشکل مریض کمک کنیم، به حل مشکلش کمک کنیم. تمپرومندیبولار جوینت رو در ابتدای بحث بیایم و به صورت تی توت ماسل جوینت در نظر بگیریم، یعنی اینکه اوکلوژن بیمار، سیستم مسکولار بیمار و جوینت و جوینت های بیمار که بتوانیم بیایم و اون بیومکانیک رو بر مبنای هر کدوم از این اجزا و اثر متقابلی که این اجزا روی همدیگه دارن توضیح بدیم که در مبحث پاتومکانیک بتوانیم بیایم بگیم که کدوم یک از این قسمت‌ها دچار اختلال شده و در حقیقت بهترین مسیر رو برای درمان بیمار، برای تشخیص و بعد درمان بیمار پیش رو بگیریم. پس ما سه قسمت رو بررسی می‌کنیم: اوکلوژن بیمار، سیستم مسکولار بیمار و مفاصل، که البته همه اینا که عرض کردم تحت نظر CNS هستن و اثراتی هم از اون میپذیرن و اثراتی هم بر روی اون دارن. TM joint واقعا پیچیده ترین جوینت بدنه.
تمام کسایی که روی جوینت ها کار میکنن، فیزیوتراپیست ها، فیزیاتریست ها، ارتوپدا که روی تمام مفاصل بدن کار میکنن، همه در ریفرنس های خودشون از آن دارن که ما پیچیده تر از تی ام جوینت در بدن مفصلی نداریم. مثلا قبلا میگفتم فرض کنید هیپ یا شولدر مثلا اینا دچار دارای پیچیدگی‌هایی هستن و کار رو مشکل میکنن، ولی واقعا تی ام جوینت خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده. به همین دلیل توجه خیلی دقیق به بیومکانیک ضروری، ضروری و ضروری. ما مفاصلی که داریم بعضی وقتا یک مفصل سیمپل هست. مفصل سیمپل مفصلی است که دو تا استخون میان و در یک جوینت با هم جوینت میشن. ولی تی ام جوینت یک مفصل کامپاوند هست، یعنی اینکه سه تا استخوان با هم جوینت میشن تا این مفصل درست. یکی از استخوان ها هد کندیل مندیبل هست و قسمت گلنگ فوسا رو از استخوان کنترل داریم که این دوتا رو تحت عنوان اوسیفاید بون ما میشناسیم. یک قسمت دیگه نیست که این رو به عنوان یک نان اوسیفاید بون میشناسیم. ما در حقیقت اینجا دو تا مفصل داریم، یکی اینفریور جوینتمون رو داریم که یک نان اوسیفاید بون داره، یک جوینت اسپیس داره و یک اوسیفاید بون که این خودش به تنهایی یک جوینت محسوب میشه، و یک سوپریور جوینت داریم که باز دیسک هست و جوینت اسپیس سوپریور و گلوید فوسا که این هم واسه ما یک جوینت رو میسازه. یک تفاوت عمده‌ای که بین تی ام جوینت و سایر جوینت های بدن هست، همون که استاد رهسپار هم فرمودن حد اکثر توانمون رو بذاریم و از درمان‌های کانزرواتیو استفاده بکنیم، اون امیدی هست که ما به جنس این جوینت داریم. ما دیسکمون و سطوح آرتیکولارمون دنس فایبروس کانکتیو تیشو است، یعنی ما فایبروکارتیلیج نداریم مثل زانو که از یه مرحله که گذشت بگیم خب مثلا بیایم ریکانستراکت کنیم و مثلا بیایم فرض کنیم پروتز کنیم یا فلان. ما تا اونجایی که ممکنه قطع امید از ریپیر نمی کنیم، حتی بعض وقتا که پرفوریشن ایجاد میشه باز هم ما تا اونجایی که بشه به ترمیم ایمان داریم، به این دلیل که ما یک دنس فایبروس کانکتیو تیشو داریم نه فایبروکارتیلیج. دنس فایبروس کانکتیو تیشویی که در جوینت داریم اینرویشن نداره، دیسک ما اینرویشن نیست، رو آرتیکولارمون ما اینرویشن و واسکولاریتی ندارن به جز قسمت‌های مادی دیسک که مقدار اینرویشن و واسکولاریتی داره. بنابراین ما دردی در دکتر وفایی اگر یه لحظه آی دکتر وفایی من صداتون دارم میگم، از همکاران خواهش میکنم اگر امکان داره میکروفوناتون رو ببندید، تو صدای آقای دکتر مشکل پیش میاد و صدا بر میگرده. اگر امکان داره لطف کنید اون میکروفونتون میوتش کنید، خاموشش کنید که صدای خودتون یا اطراف وارد بحث صحبت نشه. خیلی ممنون میشم اگر همکاری بفرمایید. خواهش میکنم همکارا لطف کنید میکروفوناتون رو میوت کنید. خانم دکتر لطف کنید میکروفونتون رو خاموش کنید.
آقای دکتر وفایی صحبت کنید. بله بله بله. فقط از همکارا خواهش میکنم اگر امکان داره میکروفوناتون رو آن میوتش کنید. میوتش کنید. آقای دکتر من الان ترسیم دکتر رهسپار رو ندارم. آقای دکتر دوباره رفتی دنبال تصویر دکتر رهسپار. شروع کنید صداتون رو بلندتر کنید. بله یه خانم دکتری هست مشغولم با بچه‌شون مثل کامپیوتر هم تو روشن گذاشتن رفتن. بله بله نه با فکر کنم شما بتونید صدا رو قطع کنید. بله من نمیدونم کدومشون هستن. بذارید من های دکتر من یک بار دیگه همه رو آنمیوت میکنم بعد هر که خواستین میوتشون میکنم بعد هر که خواستین دوباره درست میکنیم. آره همه رو میوت کنیم. اول همه رو میوت کردم. خب خب الان این صدا رفت. آقای دکتر شما الان شما صحبت کنید. آقای دکتر وفایی بله بله آقای دکتر صحبت کنید صداتون. بله شروع کنید. بله بسیار عرض میکردم که دنس دیسک ما از دنس فایبروس کانکتیو تیشو هست، واسکولاریتی نداره، اینرویشن هم نداره مگر اینکه در قسمت پریفریش و ما امید داریم به هیلینگ این. در حقیقت تغذیه سطوح آرتیکولار ما به وسیله این اسپشیال سل هایی که در قسمت پوستریور جوینت اسپیس های ما هست و از رترو دیسکال تیشوی که یک لوز آرولار کانکتیو تیشو هست و از خون اون نوتریانت الیمنت ها رو میگیره و وارد ساینوویال فلوید ما میکنه و حرکت هد کندیل ما و یلونت فورس ها بر روی دیسک باعث میشه که جاروب بشه اون ساینوویال فلوید و خارج بشه از سطوح و برگرده و دوباره به سیستم رترو دیسکال تیشوی ما و متریال جدید پروتئین ها قند و نوتریئنت المنت ها وارد بشن و سطوح ما تغذیه پیدا کنن تغذیه بشن که این رو در مبحث لوبریکیشن ها عرض میکنم. حالا بعضی ممکنه بگن خب این جزئیات مثلا فیزیولوژی یا مثلا جزئیات آناتومی یا حتی هیستولوژی خب به چه کار ما میاد توی درمان؟ ببینید مثلا یک بیماری که به ما مراجعه میکنه و میگه صبح که از خواب پا میشم یک کلیک بلند دارم، بعد کلیک آرومتر، کلیک آرومتر، آرومتر، آرومتر و یکم که میگذره یه لقمه که میخورم اصلا کلا کلیک برطرف میشه. همین هیستوری واسه ما دیاگنوستیکه، ما رو به این شک وادار میکنه که این سیستم در حقیقت لوبریکیشن ما دچار مشکل شده. بیماری که براکسیزم داره و هد کندیلش روی یه نقطه به طور ممتد فشار وارد میکنه، تغذیه اون نقطه دچار اخلال میشه و این باعث میشه که اون حالت کلیکی که هست ایجاد میشه و اینکه در چه مقطعی اون کلیک ایجاد میشه. بیمار میگه مثلا من در شروع حرکت کلیک رو دارم و این به ما نشون میده که این بیمار احتمالاً براکسیزم داره و سراغ چیزای کلینیکی بعدی میریم. در هر صورت هیچ اصراری بر این نیست که ما بیایم و بخوایم بیسیک ساینس اینجا بگیم، ولی این بیسیک ساینس راهگشای ماست واسه تشخیص و وقتی تشخیص درست دادیم درمان رو هم واسه بیمار شروع خواهیم کرد. الان اینجا توجه بفرمایید، ما هد کندیلمون رو داریم. این یک فرش سکشنی هست از تی ام جوینت، نمیدونم تصویر رو خوب داریم. بله که اینجا بله ما اینجا هد کندیلمون رو داریم، پوستریور بند دیسک، اینترمدیت زون و انتریور بند رو داریم.
و inferior و superior joint رو داریم. ما lubrication هایی که در این joint داریم به دو شیوه است. یا boundary lubrication هست که اون مس، اون بال که در حقیقت، اون بال که synovial fluid ما یه دفعه جا به جا میشه و head condyl ما یا disc و gelenic fossa و articular joints لغزشی پیدا میکنه. و یا یه ویپینگ لوبریکیشن رو داریم که به دلیل اینکه این سطوح ما از گلایکوپروتئین و پروتوگلایکان ساخته شدن خیلی هایدروفیل هستن و اون سینوویال فلوید ما رو جذب میکنن و اون نوتریئنت المنت ها که عرض کردم میان که همه اینا بعداً عرض میکنم چه نکات کاربردی واسه ما خواهد داشت، میان و در سطوح نفوذ میکنن و وقتی که مثلا من الان دارم صحبت میکنم یا وقتی کسی داره چیزی میخوره با این فشاری که هد کندیل روی سطوح آرتیکولا سطوح دیسک میاره اون سانویا فلوید خارج میشه و این دیفیوژن صورت میگیره و مواد و نوتریئنت المنت ها به دیسک و به سطوح آرتیکولار ما میرسن. ببینید دیسک یک اهمیت ویژه‌ای واسه ما داره. توی تحقیقاتی که لسکین و یه سری از همکاراش انجام دادن اگر اشتباه نکنم اومدن و در حیوانات تمام اتچمنت های دیسک رو اصلا قطع کردن، اومدن دیسک رو اصلا جداش کردن از اتچمنت ها و لیگامنت هایی که داشت، دیدن این حیوان به راحتی میتونه بخوره و دیسک هم جا به جا نمیشه، انتریور دیسک دیسپلیسمنتی هم نداره و دیسک بیرون هم نمیپره. این در حالی است که ما یک مورفولوژی خوب داشته باشه دیسک، به عبارت دیگه آنچه که دیسک ما صداتون به عنوان یه نقطه کلیدی در محل خودش نگه می‌داره لیگامنت ها محل خودش، ولی اون چیزی که واقعا دیسک ما رو در محل خودش نگه می‌داره یکی مورفولوژی دیسک که ببینید این پوستر بند خیلی خوبی داشته باشیم و نازک نشده باشه و یکی هم اینترا آرتیکولار پرشر ما هست که اینو الان در مثال‌های کلینیکی خدمتتون عرض خواهم کرد که چه اهمیتی داره که ما اینها رو داریم میان و تک به تک بررسی می‌کنیم. دیسک ما چهار تا در حقیقت اتچمنت داره به هد کندیل و به گلنوی فوسا و آرتیکولار مز. یکی در حقیقت پوستریور اینفریور لامیلا هست که کلاژنوس هست، انتریور سوپریور هست که اینم کلاژنوس هست و انتریور اینفریور که اینم کلاژنوس هست. ببینید این سه تا کلاژنوس هستن، پس بنابراین وقتی که بیمار میاد و کلیک داره ما به عنوان یک کار اورژانس باید به فریادش برسیم. اگر نمیتوانیم کمکش بکنیم نگیم مثلا یه ما برو آدامس بجو که دیسک لهتر بشه و به سمت جلو بیشتر حرکت کنه و این کلاژنوس لامیناها کش بیان. تنها لامینایی که فولدد و الاستیک هست سوپریور رتروڈیسکال لامینا هست که این هم فولدد هست و هم الاستیک هست که بعد خدمتون عرض خواهم کرد در بیومکانیک که وقتی که هد کندیل ما به سمت جلو میره این چه وظیفه‌ای داره و چجوری میتونه بیاد و واسه ما اون ارتوپدیک استابیلیتی ما رو حفظ بکنه. الان اگر بخوام یه توضیح مختصری بدم، ما سوپریور لترال تریگوئید ما 70% تقریبا به کنار کپسول میچسبه به نک کندیل و 30% میاد بین سوپریور و اینفریور لامینای کلاژنوس اتصال پیدا میکنه. این واسه ما توجیه میکنه که وقتی بیمار استرس داره و گاما فایبرها فعال هستن و یک هایپرتانسیتی دارن تمام عضلات، چگونه هست مکانیزم اون استرس که این رو بحث با هم خواهیم کرد که باعث میشه دیسک ما به سمت جلو میاد و فشار هد کندیل دائما روی پوستریور بند باعث نازک شدن پوستریور بند ما میشه و گرفتاری ما شروع میشه. حالا هر چه اپلاینس میسازیم، هر کاری میکنیم، دیسک رو سر جاش منتقل میکنیم، مریض به محض اینکه اپلاینس رو رها میکنه یه استرس که باعث میشه دوباره میاد میگه من این گیر میکنه و تق تق صدا میده. به این دلیل که ما مورفولوژی دیسک رو از دست دادیم. خواهش دارم از همه همکارا تو باز آموزهایی که واسه همکارای عمومی دارن حتما این توصیه رو به همه بکنن. TM joint هم مثل بقیه قسمت‌های بدن اورژانسه،
یعنی اگر من یه بیماری رو یه روت کانال واسش کردم، یه دندون عقل واسش عمل کردم و یا یک بریج واسش گذاشتم، یه ایمپلنت واسش گذاشتم و مریض داره میاد میگه آقا من سردرد دارم، فک درد دارم، حتی گردنم درد میکنه، اینو نگیم ها حالا مثلا اب نداره، برو یه چند ماه دیگه بیا ما ببینیم چه جوری میشه، برو یه چند ماه دیگه بیا وقتیش این پوستریور بند ما نازک شد، واقعا یه کار خیلی زیادی واسه این مریض نمیتونیم کنیم، مگر اینکه به صورت پالیاتیو سعی کنیم همینجوری که هست حفظش بکنیم. بیومکانیک از این جنبه‌هایی که عرض کردم خیلی مهمه. عرض کردم تی ام جوینت رو تحت عنوان توت ماسل جوینت، یعنی اوکلوژن بیمار رو در نظر بگیریم. وقتی که یک بریجی واسه بیمار میذاریم، اولا این بیمار رو در حالت آپرایت اوکلوژنش رو چک کنیم، نه وقتی که روی یونیت ما خوابیده است. وقتی روی یونیت ما خوابیده است و واقعا نمیدونیم سی آر کدومه، سی او کدومه الان، و ممکنه یه ریلیشن خیلی درستی نگیریم. و بعد اینکه تمام حرکات مندیبل رو بازسازی بکنیم و از بیمار بخوایم که انجام بده که هیچ اینترفرنسی وجود نداشته باشه. یک قسمت خیلی عمده که انشالله بحثش رو خواهیم کرد همین اوکلوژن بیمار هست. یه مورد دیگه خود جوینت ها هستن. از همکاران رادیولوژیست درخواست دارم که اگر سی بی سی از بیمار تهیه میشه، اول یک کات اکسیال از محل جوینت تهیه کنیم و اون انگولیشن هد کندیل رو مشخصش بکنیم. ببینید افراد انگولیشنی بین 25 درجه تا 37 درجه دارن، تو ملل مختلف، تو ریفرنس های مختلف نوشته شده. وقتی که ما تکنیسیانمون بیاد و یک ترو ساجیتال سکشن بده، خیلی از اطلاعات تشخیصی از دست میره و اون کلینیشن چون فکر میکنه که شما ساجیتال آبلیکس هستین، اگر که اون چیز نباشه کات اولیه نباشه، کات اکسیال داریم و بعد یک ساجیتال آبلیک عمود بر لانگ اکسس دندون ما از بیمار تهیه میکنیم و اینجاست که میتونیم تصمیم گیری کنیم در رابطه با هد کندیل، در رابطه با گلونیت فوسا و در رابطه با جوینت اسپیسمون. و در سی تی مالتی دیتکتور هم میتوانیم اگر دیسک مچاله شده باشه یا دیسک دیسپلی شده باشه تا حدود اندکی دیسک رو بتونیم بررسی کنیم. در ام آر آی هم به همین ترتیب، حتی اگر که فکر میکنیم که امکانش نیست که ما قبلش بیایم و اون انگولیشن هد کندیل رو تنظیمش بکنیم و کات ها را یک تروس یک ساجیتال آبلیش درست واسه بیمار بزنیم، بیایم و یک بیس ویو از بیمار بگیریم و انگولیشن ها رو تعیین کنیم و بر مبنای اون بتونیم یک ام آر آی دقیق واسه بیمار تهیه کنیم. در رابطه با دیسک توضیحات رو خدمتتون عرض کردم. ببینید ما الان دیسکمون رو داریم که یک بای کانکیف هست و اون چیزی که الان این آرتولار سرفیسش هست و اون چیزی که الان داره این رو روی این هد کندیل واسه ما حفظ میکنه، نگهداری میکنه، همین مورفولوژی شفاف و براق و خوبش هست. وقتی که ما یک بریجی واسه بیمار میذاریم و بیمار رو مثلا میبریم میاریم، یا اینکه مثلا فرض کنید یه بیمار میاد میگه من از خارج از کشور، از کشور عربی نمیدونم فلان اومدم و میخوام همه دندونا رو توی این مثلا 7-8 روزه درست کنم، خب این مایشات تو اسپاس میره، دیسک سمت جلو، فشار بیش از حد به بیمار وارد میکنیم، مورفولوژی دیسک رو به هم میزنیم، یعنی اینکه با دست خودمون بیمار رو دچار مشکل میکنیم. علاوه بر این ما هد کندیل رو داریم که آن چیزی که این دیسک رو روی این هد کندیل نگه داشته اینترا آرتولار پرشر و مورفولوژی خود دیسک ماست. بله، در رابطه با لیگامنت ها من یه توضیح بدم چون در پاتومکانیک به کارمون میاد. ما لیگامنت هایی که داریم، کپسول عرض کردم که سطوح مفصلی ما اینرویشن ندارد، بنابراین ما دردی در سطوح مفصلی حس نمی کنیم. چرا؟ ما یعنی که به یه مرحله اندستیجی برسه که در هیلینگی که میخواد صورت بگیره به جای دنس فایبروس کانکتیو تیشو ما یک هیلینگی اونجا صورت بگیره و به وسیله اون انجیوجنسیس فاکتورها هم خون رسانی در اونجا اتفاق بیفته، هم اعصاب بیان اونجا و اون دائما در جوینت درد داشته باشیم که اونم توی اند استیج است. بنابراین در حالت عادی، در یک بیمار عادی که شروع بیماری هست، ما در سطوح آرتیکولارمون اینرویشن نداریم، بنابراین آرترالژیایی که داریم
مربوط به سطوح مفصلی ما نیست، بلکه یه جایی مثل همین لیگامنت ها، مثلا ناسیسپتور هایی که در کپسولار لیگامنت ها داریم میاد و اون درد رو واسه ما منتقل میکنه، یا بقیه لیگامنت ها و یا اینرویشنی که در رترو دیسکال تیشو داریم. وقتی ما رترو دیسکایتیس داریم، در رترو دیسکال تیشو درد رو داریم. این هم ما در حقیقت کپسولار لیگامنت ها رو داشتیم. تی ام لیگامنت ها هست که اینو عنایت بفرمایید که ما تی ام لیگامنت ها قسمت هوریزونتال داره و قسمت آبلیک آتر آبلیک پورشن داره که این از حرکت بیش از حد مندیبل در روتیشن جلوگیری میکنه و به صورت یک پاشنه در عمل میکنه و شروع ترانسلیشن رو واسه ما امکان پذیر میکنه. و لیگامنت های اکسسوری داریم که در این حال بس نداریم. در رابطه با ماهیچه ها خیلی توجه میکنیم. ببینید، من بعضی وقتا ریفرنس های از 2005 به قبل رو نگاه میکنم و بیشتر تو همین حیطه جوینت و ماهیچه های مستیکیتوری و اوکلوژن مقالات هست، ولی از اون به بعد شما وقتی دقیق بررسی میفرمایید میبینید که الان خیلی رو گردن کار میکنن، خیلی رو کتف کار میکنن، روی لوردوسیس کمر و عوارضی که من مشهود میبینم هفتگی در بیماران تیم جوینت خودم. و یا یه مقاله من میخوندم خیلی عجیب بود، خانمهای که زایمان های متعدد من مثلا با فاصله یک سال داشتن، اینا هدش و تی ام جوینت پرابلم داشتن، اومدن دیدن که اینا یه چرخش لگن دارن، یا خانمایی که زیاد و کج رانندگی میکنن یا کج روی مبل میشینن، دیدن که اینا یک چرخش لگن دارن و اون دردی که در ناحیه تی ام جوینت هست بعد از جا انداختن لگن و الائن کردن لگن، این بسیار کمتر و کمتر شده. حتی یه مقاله چند وقت پیش میخوندم که خودم دیگه یکم به نظرم خیلی اغراق‌آمیز رسید که یه مطالعه شده در رابطه با صاف بودن کف پا و ریلیشنش به تی ام جوینت پرابلم. مثلا آدم وقتی واسه اولین بار این مطلب رو میبینه خیلی عجیب غریب به نظرش میرسه. بنابراین ماهیچه ها رو در معاینه بیمار که میکنیم بسیار دقیق بررسی میکنیم. تیریگر پوینت ها رو که توضیح خواهم داد دقیق بررسی خواهیم کرد. از مبحث ماهیچه ها میذارم تمامی ماهیچه ها، حتی دایگاستریکوس، استرنوکلیدومستوئید، بعداً در 3-year point myalgia عرض خواهم کرد که مخصوصاً کسایی که اندو میکنن چون به صورت یه طرفه زیاد میمونن، این استرنوکلیدومستوئیدشون معمولاً یه سری trigger point داره که اینا باعث facial pain، باعث headache و باعث درد در ناحیه TM joint میشه. ما اینا رو اشتباه نگیریم با یک joint problem، مشکل جای دیگه است، تیر از جای دیگه شلیک شده، trigger point اون درد ماشه‌ای که ترجمه شده، تیر از جای دیگه شلیک شده و درد رو ما در ناحیه داریم که من تصاویرش رو خدمتتون ارائه خواهم کرد. یه مورد دیگه که تقاضا دارم که خیلی بهش توجه بکنید، خیلی بهش توجه کنید، دندون پزشکا، چشم پزشکا، جراحایی که مدت‌های طولانی ناچار هستن سر پا وایسن و سرشون به سمت پایین خم باشه، اینا تریگر پوینت هایی در لیویتور اسکاپولا دارن. این لیویتور اسکاپولا که اینا باعث تی ام جون پرابلم و هدیک های خیلی شدید میشه. لیویتور اسکاپولا رو اعتقاد بر این هست که اسکاپولا رو بالا میاره، همونجوری که از اسمش مشخصه، ولی به نظر میاد که بیشتر سر رو آپرایت نگه داره در کنار ترابزوس و بقیه ماهیچه ها. این لیویتور اسکاپولا رو حتما دقیق معاینه بفرمایید. سمی اسپاینال اسکاپیتیس رو از عضلاتیه که باید حتما معاینه بکنید. سردردهای خیلی عجیب و درد در ناحیه تی ام جوینت ایجاد میکنه، اینا رو حتما باید مد نظر داشته باشید. در رابطه با مکانیزم های لوبریکیشن عرض کردم خدمتتون. بسیار خوب، حالا واسه این که مطالبی که گفتم عینی بشه و یک تصور واقعی ازش داشته باشیم، میایم و یک حرکت نرمال تی ام جوینت رو با هم مرور میکنیم. میخوام ببینیم در این حرکت نرمال چه اتفاقاتی میفته که وقتی این اتفاقات اختلال درش ایجاد میشه، پاتومکانیک ایجاد میشه و بیمار احساس ناراحتی میکنه و به ما مراجعه میکنه. بنابراین ما باید اول نرمال رو بتونیم خوب تشخیص بدیم. عنایت بفرمایید. فقط چند بار به این حرکت توجه بفرمایید.
میکروفونشون رو خاموش بکنم من صدا رو داشته باشم ممنون. های دکتر عرض می‌کردم که ما اگر بخوام از شروع جناب دکتر برزگر ما اگر شروع رو بخوایم از شروع حرکت شروع کنیم در حقیقت ببینید همین حرکتی که انجام شد آقای دوتا بعضی از زحمت میکشیم بخونتون رو خاموش بکنید که من صدا خیلی زیاده. بله ممنونم. در حالت عادی ما هد کندیلمون روی اسلوب پوستریور بند قرار گرفته نه روی اینترمدیتسون. عرض کردم به خاطر همین که باید تمام این سطوح ورز داده بشن تا اون ساینوویال فلویدی که در این سطوح نفوذ کرده خارج بشه. ببینید این رو مد نظر داشته باشین وقتی داریم در رابطه با رسیپروکال کلیک صحبت میکنیم به این قسمت اشاره خواهیم کرد. از هد کندیل ما روی اسلوب پوستریور دیس قرار گرفته، با شروع حرکت میاد و در اینترمدیت زون قرار میگیره. اینجا هست که ما در مشکلاتی مثل براکسیزم به دلیل اینکه هد کندیل میاد و مدت طولانی روی اینترمدیت زون قرار میگیره و فشار زیادی وارد میکنه، ما تغذیه و لوبریکیشن رو در یک قسمت از دیس نداریم و بیمار صبح که پا میشه دو تا هیستوری رو به ما میده. یکی اینکه میگه من 9 ساعت خوابیدم ولی صبح که پا میشم تمام عضلات صورتم خسته است، و یکی هم اینکه میاد میگه که من با یک کلیک بلند بعد اون ساینوویال فلوید میاد قرار میگیره و بعد دوباره با یک کلیک آرامتر و بعدم برطرف میشه. این نشون میده که اون سرفیس کامپتیبیلیتی ما برهم خورده و اون تغذیه سطوح ما به درستی انجام نشده. پس در حالت عادی هد کندیل ما روی پوستریور بند قرار گرفته، برای روتیشن برای همون هینج موومنتی که داریم میاد و در اینترمدیت زون قرار میگیره و حرکت رو شروع میکنه. بله اومد در اینترمدیت زون ما قرار گرفت و حرکت شروع شد. ببینید الان ما اینفریور جوینتمون هست که داره کار میکنه، بنابراین تا مثلا 25 میلیمتر از باز شدن دهان اگر صدایی میشنویم یا اگر مشکلی داریم در جوینت مربوط میشه به احتمال قوی به اینفریور جوینت ما، و بعد از اون هست مثلا فرض کن تو فاصله 35 میلیمتری 40 میلیمتری یه مشکلی هست، میایم و از اون عواملی که در سوپریور جوینتمون هست رو بررسی میکنیم. در حقیقت ما چون بیومکانیک رو دقیق میدونیم میایم و در هینج موومنت یا روتیشنمون در حقیقت اون مسائلی که مربوط به اینفریور جوینت هست و همه رو خدمتتون عرض خواهم کرد اگر فرصت اجازه بده اونها رو بررسی میکنیم. بعد از 25 میلیمتر به سراغ سوپریور جوینت میریم و مسائل اونجا رو ما هم دیگه بررسی خواهیم کرد. ببین روتیشن ما تمام شده، این سوپریور رتروسکال دامینای ما که الاستیک بود اون فولد هاش باز شده، قسمت سوپریور لترال تریگوید ما حالت ریلکسیشن داره. ببین اصلا سوپریور بعضی هم میگن سوپریور بلی آف لترال تریگوید و اینفریور بلی آف لترال تریگوید، در حالی که این اصلا به نظر من اصطلاحات درستی نیست. ما اینفریور لترال تریگویدمون هم از نظر اوریجین و اینزرشن و هم از نظر فانکشن کاملا متفاوته با سوپریور لترال تریگویدمون. اون سوپریور لترال تریگوید ما اون 30%ش که میاد و در به انتریور دیس میچسبه اینجا در حالت ریلکسیشن هست و اجازه میده که این هد کندیل ما بیاد و به همراه دیس قلط بخوره روی اسلوب آرتیکولار امیننس ما و به سمت جلو حرکت ایجاد شه. پس این فولد های سوپریور رترو دیسکال دامینا که عرض کردم الاستیک هست باز میشه.
ببین تا جایی که فول ها باز شده از حالا به بعد شروع میکنه به حالت کشسانی و از انتریور افتادن دیسک در حقیقت میخواد جلوگیری کنه و اینجا هم ببینید سوپر در حقیقت پوستریور همینار آراولار لوز کانکتیو تیشویی که داریم اینجا پرخون میشه وقتی حرکت میکنه به سمت جلو و امر تغذیه رو مقدورتر میکنه و الان دیگه اینفریور جوینت ما نیست که داره کار میکنه، سوپریور جوینت ما هست که تو این قسمت داره کار میکنه. بنابراین اختلالاتی که اینجا داریم توی سوپریور جوینت دنبالش میگردیم. الان اسپاسم قسمت اون 30% سوپریلاتراتیروید شروع میشه که مانع یعنی مقابله کنه با این کششی که سوپریور رتروسکال لنگام داره به دیسک وارد میکنه و حرکت تا انتها میره و ما حرکتمون شروع میکنه به برگشتن. برگشتن کم کم سوپریور رتروسکال لمینای ما فولد میشه و اون انقباضی که در سوپریور لترال تیروید داشتیم کم 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 میشه میاد و هد کندیل ما دوباره میاد و در اسلوب پوستریور دیس قرار میگیره که بعد توی رسیپروکال کلیک ها عرض خواهم کرد که چرا رسیپروکال کلیک توی این ناحیه ایجاد خواهد شد. من چند بار اینو همکارا توجه کنن چون الان میخوام توی پاتومورانیک تمام عوامل پاتولوژیک رو بررسی کنیم که چه اتفاقاتی میفته این حضور ذهن داشته باشیم. جناب دکتر معذرت میخوام من واسه توبتتون، شما منظورتون از ریسپریکال کلیک همون موقعی که هم باز میشه و هم بسته میشه کلیک داریم ما دیگه؟ ریسپریکال کلیک اندستیج بستن رو دارم عرض میکنم، وقتیست که ما یک ناچی روی یا دیسک به سمت جلو رفته و هد کندیل یه مقدار روی در حقیقت رتروسکال تیشو قرار میگیره و یا یک ناچی ایجاد شده در پوستریور بند ما، هد کندیل ما میاد از اینترمدیت زون که رد میشه تق، مثل که مثلا یک چاله واسش ایجاد شده و در داخل اون میفته، در اونجا ما یک کلیکی خواهیم داشت. بسیار. حالا ما الان با بیومکانیک جونت، فقط خود جونت البته، هنوز بقیه ماینچاینا رو بیومکانیکشون رو نگفتیم و پاسچرها هم نگفتیم، آشنا هستیم. الان این اتفاق طبیعی که داشت میافتاد و ما دیدیم فیلمش رو، یک ایونتی میاد اتفاق میافته، یک اتفاقی میاد که اون اتفاقه میتونه لوکال باشه یا میتونه سیستمیک باشه. مثلا لوکال ها یک کران بلند، بیمار میاد و یک بریج خوب میذاره و اوکلوژن بیمار چک میشه در حالت که بیمار روی تخت خوابیده و عمودی ننشسته متاسفانه، یه اوکلوژن ساده واسه بیمار چک میشه، حرکت ها به سمت طرفین و سمت پروتروسیو چک نمیشه، فقط همون اوکلوژن بیمار به صورت زدن دندون رو به هم چک میشه و بیمار توی یکی از حرکات جانبی یک اینترفرنسی داره و بعدش میاد میگه من یه سردردی دارم، دوباره آرتوریتم پیپر میذارم و اینو دوباره اوکلوژنش رو به صورت ضربه‌ای میخوان چک کنم و متاسفانه این پروسه ادامه پیدا میکنه. پس یک ایونتی، مثلا فرض کنید یک بیماری در مناطق سردسیر توی فصل سرما میاد که مثلا شب تا صبح دمای مطب یه چیز بوده، مثلا فرض کنید 6 درجه 7 درجه بوده 5 درجه بوده یا شاید مثلا همین لا بوده و بیمار اول صبح که میاد یک کارپول سرد 1.8 داخل سرنگ گذاشته میشه و تزریق میشه به فک بیمار واسه بی‌حسی. ما 1.8 مایع سرد 6-7 درجه رو وارد میکنیم به محیطی که دماش خیلی متفاوته و این به عنوان یک ایونت باعث انقباض شدید عضلانی میشه و یا یک دندون عقل واسه بیمار، میدونیم که این کار ما نیست، میدونیم که این کار جراح فک و صورت هست، ارجاعش نمیدیم، میم حالا یه ترایی میکنیم ببینیم چی میشه مثلا و مدت زمان مثلا مریض میاد میگه من 2 ساعت و 10 دقیقه دهنم باز بوده تا این دندون عقل رو خارج کردم، بعدم نگاه میکنیم خب بافتا تروماتیزه شدن. این مشکلی که واسه تی ام جوینت بیمار ایجاد شده به این دلیل هست که یک اتفاق میاد و اون حرکت نرمالی رو که توی اسلاید قبلی دیدیم برهم میزنه، یک ماسل اسپاس میاد و یا این که اون که اینا رو همه رو بررسی خواهم کرد یا یک اتفاق سیستمیک. اتفاق سیستمیک مثلا همین استرس رو بیان بررسی کنیم،
استرس میاد و اون تانیسیتی عضلات رو بالا میبره و فرد در حالت انقباض قرار میگیره و این سوپریور لترال تیرویدی که تو اسپاس هست نمیذاره دیسک آزادانه حرکت خودش رو انجام بده. به همین دلیل فشار روی پوستریور بند زیاد میشه و پوستریور بند شروع به نازک شدن میکنه. نازک شدن همان و تمایل به انتریور دیسپلیسمنت همان. و وقتی خیلی نازک شد کم کم ریداکشن هم از بین میره و تبدیل به انتریور دیسپلیسمنت ریداکشن میشه که تمام اینا اسلایدها و انیمیشن هاشو و ام آر آیش رو خدمتتون عرض خواهم کرد. و نشون خواهم داد. ببینید ما یه فیزیولوژیک تالرنسی داشتیم که این فیزیولوژیک تالرنس در افراد مختلف متفاوته. میبینید طرف مثلا تو طبیعت زندگی میکنه، یه زندگی روستایی داره، بسیار خوشم هست از نظر روحی و اینا خیلی عالیه. یه کران واسهش گذاشتن انقدر روش خورده که کران سوراخ شده ولی هیچ مشکلی تی ان جوینتی به هم نزده. در حالی که میبینید مثلا یه دانش آموزی که دم کنکورش هست و حالا رفته مثلا یه دندون پر کرده میاد و میگه من از کلوی کلم تا فرق سرم درد میکنه از بعد از این کار دندون پزشکی. همونجور که عرض کردم ما نورمال فانکشنی که داریم یک اتفاقی، یک ایونتی که ما اون ایونت رو باید پیدا کنیم. خیلی مهمه ما ببینیم از کجا شروع شده این مشکل بیمار. نه یعنی بگیم خب ما 5-6 تا نوع درمان که بیشتر نداریم اینا همه رو با هم شروع میکنیم بالاخره انشالله یک کدومش به ثمر خواهد رسید. خب بیایم حالا در بررسی پاتومکانیک بیایم فانکشنال دیزوردرهای خود ماهیچه ها هم یه بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی در ماهیچه ها میفته که باعث تیمجون پرابلم واسه بیمار میشه. ممکنه بیمار درد داشته باشه که این درد معمولا در ماهیچه ها میالژیا به دلیل این که هست که اسید لاکتیک جمع میشه و اون برادیکاینین سابستنس پی و اینا باعث ایجاد درد میشه در اون ماهیچه. به عبارتی شاید بشه گفت واسکولاریتیش مثلا اووریوز ماهیچه ای صورت گرفته. بیمار مثلا میاد یا من توی این مدتی که خواب نیستم مثلا 3/4 رو دارم آدانس میجوم. خب این اووریوز ماهیچه خودش میتواند به عنوان یک عاملی برای درد عضلانی باشه. یا اینکه یک دیسفانکشن اتفاق افتاده. دیسفانکشن هایی که هست من توجه همکاران رو به این 3 مورد اول جلب میکنم که شایع ترین هست چون وقتمون احتمالا اجازه نخواهد داد که همه رو بررسی کنیم. یکی پروتکتیو کوکانتراکشن هست. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. وقتی که یک پا آسیب میبینه فرد روی پای دیگرش میلنگه واسه این که فشار رو از روی عضو آسیب دیده برداره و کم کنه. این یک مشکل پاتولوژیک نیست پروتکتیو کوکانتراکشن. یک مکانیزم دفاعی سنترال هست. وقتی که یک دیپین در یک دندون بعد از اندو داریم یا وقتی که بیمار یک دندون عقل رو عمل کرده و در ناحیه بعد از رفتن بیهسیش درد داره بدون این بعد مغز برنامه ریزی اون سنترال جنریتور پترن مغز بدون این برنامه ریزی میکنه که کمترین فشار اونجا باشه. یا وقتی یک هایگران داریم سنترال پترن جنریتور مغز میاد به وسیله عضلات به گونه چند میکرونی تا میلیمتری فکر رو به گونه میبنده که فشار بر اون ناحیه و تخریب در اون ناحیه کم بشه. اگر پروتکتیو کوکانتراکشن رو ما به دارش نرسیم و اون های پرشر کانتکت رو روی کران بر نداریم تبدیل به لوکال ماسل سورنس میشه. این دیگه پاتولوژیکه، این دیگه فیزیولوژیک نیست. یعنی اینکه یک التهابی یک نان اینفلاماتوری پروسسی در ماهیچه به دلیل تجمع اون متابولیک ویس متریال ها مثل اسید لاکتیک ایجاد میشه و باعث ریلیز شدن بعضی از الگوجنیک متریال ها مثل سابستنس پی میشه که درد رو در عضله ایجاد میکنه واسه مریض. مثلا اگر بخوام یه مثال واسش بزنیم همین یک کرانو بلند، وقتی یک کرانو بلند هست و از مغز فرمان داده میشه به یه سری عضلات خاص که شما در حالتی که باید اکشن خودتون انجام بدین فعال باشین و وقتی هم که قرار هست عضلات مقابل شما اکشن خودش رو انجام بده باز شما فعال باشین واسه اینکه فک یک جزئی دیویشن پیدا کنه یا اینکه فشار بر اون نقطه خاص خیلی وارد نشه و دیستراکشن ایجاد نشه.
که این رو تحت عنوان لوکال ماسل سورنس میگیم و این لوکال ماسل سورنس اگر طولانی مدت بشه، حتی ما اگر اون اتیولوژی فاکتور رو برداریم، دعوا بین عضلات و کنترل در حقیقت عضلات مقابلشون صورت میگیره و این یک سیکل میشه در مرز. و حتی ما اگر اون مثلا هایکران رو بعد از 4 ماه ادجستش هم بکنیم، دیگه این به این راحتی ها رها نمیشه. مبحثی رو که خیلی دوست دارم امشب در موردش با هم تبادل نظر کنیم همین تریگر پوینت میالژی هاست، که ببینیم واقعا چرا ما وقتی اپلاینس خوب واسه بیمار گذاشتیم، وقتی که یک پروسیجر جراحی خوب واسه بیمار انجام دادیم، اون نتیجه مطلوب رو در بعضی از بیمارا نمیتونیم بگیریم. واقعا چرا؟ در حالی که ما کارمون رو به درستی انجام دادیم ولی متاسفانه نتیجه مطلوب به دست نیومد. من خیلی سریع میذارم چون وقتمون نمیدونم. استاد نواب ما وقت چقدر داریم؟ اعلام بفرمایید. استاد جناب دکتر اعلام بفرمایید. شما وقت اینجا آزاده، هر چی میخواین میتونید صحبت کنید، بستگی به شنوندگان خسته نشن. هر که خودتون دوست دارید آید میتونید ادامه بدید برنامه، میتونیم تکرارش کنیم، برنامه‌های بعدی بذاریم، هر جوری که صلاح بدونید. برنامه رو فعلا ادامه بدید آید دکتر. برنامه فعلا خوبه، همه هم دارن تشکر میکنن ازتون. خیلی حدود 74 نفر هم الان توی گروه هستن، تعدادی هم از خارج پیام دادن که ویدیوشو میخواستن چون کلاس داشتن تو این زمان، که بعداً انشالله من ریکوردشو براشون میفرستم. در خدمتون هستم. تو این پروتکتیو کوکانترکشنی که ما داریم، این یک پروسه پاتولوژیک نیست، این یک پروسه دفاعی بدنه. یک ایونتی، یک تهاجمی به بدن میشه، به تی ام جوینت میشه، بدن به مقابله برمیخیزه و مقابل این قضیه میمونه. در چه مواردی هست؟ وقتی که ما اون پروپیوسپتیو اینپوتمون تغییر کنه، همون که اصلا مثلا یک کران بلند داریم و این دائما ضربه میخوره به اون، ضربه میخوره به اون، توی پی دی ال اسپیس ما و توی بون ما یک ناسیسپتورهایی هستن که پیغام رو به مغز میفرستن که آقا اینجا یه تخریب، اگر به داد نرسیم اینجا یه تخریب اتفاق میفته و این اون حالت دفاعی بدن هست و پاتولوژیک نیست. وقتی که ما کانستانت پین داریم، مثلا یه دندون رودکانال میشه، فرض کنید یه مقدار سیلر لیک میکنه و یک التهاب ایجاد میشه و درد اونجا ایجاد شده، مریض عاجز شده، پیغام به مغز فرستاده میشه که آقا به گونه ای دندونا روی هم قرار بگیره که کمترین فشار روی این باشه. تا اینجاش خیلی خوبه، تا اینجاش پروسه خیلی خوبه، ولی مشکل این هست که اون عضله ای که داره این کارو میکنه، چون هم در حالت ورکینگ هم در حالت ریلکسیشن، هر دوشو باید ورکینگ باشه، بالاخره خسته میشه و تبدیل میشه به لوکال ماسل سورنس. لوکال ماسل سورنسی که شروع همه گرفتاری های ما در بعضی از درمان هاست. اموشنال استرس خودش هم بعضی وقتا پروتکتیو کانتراکشن ایجاد میکنه به دلیل برهم زدن اوکلوژن بیمار. وقتی که تبدیل شد به لوکال ماسل سورنس، دیگه امداد کار جدی تره و ما باید زودتر به داد مریض برسیم. لوکال ماسل سورنس باید بیایم به عضله رسیدگی کنیم. اون متابولیک ویست متریال ها در عضله تجمع کردن. سابستنس پی داره درد ایجاد میکنه. این درد بیمار رو ما میخوایم کنترل کنیم. ولی حالا مثلا مسکنایی که میدیم، ما اگر بیایم و بتونیم جریان خون رو افزایش بدیم، اون نوتریئنت متریال ها رو بیایم و اکسیژن رو، قند رو، بقیه چیزا رو بیایم به عضله برسونیم و اون متابولیک ویست متریال ها رو خارج بکنیم، خیلی موثر خواهد بود و نجات میدیم بیمار. همونجور که عرض کردم در تزریق ها، مثلا تزریق هایی که خیلی سرده یا تزریق هایی که خیلی سریع صورت میگیره، علارغم همه آموزش هایی که داده میشه آقا این لوکال انستزیا رو مدت دار بزنید، الزامی نداریم که ما شوتش بکنیم. وقتی شوت میکنیم دو تا حالت ممکنه ایجاد شه. بعضی وقتا هست که عضله یه دفعه یه تهاجمی به شده توی انقباض میره تا بیاد اون خطر رو بررسی کنه، و بعضی وقتا هم هست اصلا فیشیا ها پاره میشه، یه ونولی، یه آرتریولی چیز اونجا پاره میشه و هماتوما اونجا تشکیل میشه. من نمونه هاشو داشتم که بعد که میبریم آقا اصلا نمیتونیم علت رو پیدا کنیم، ما بریم یه ام آر آی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده بعد از این تزریق، میبینیم بله یه هماتوما بزرگ اونجا تشکیل شده و کار دیگه کار جراح هست که باید این رو اگر صلاح میدونه واسه ما خارج بکنه و مریض رو نجات بده، چون اگر این بمونه و اورگانای حالا بعضیا مثلا جذب میشن بعضی از این هماتوما با اون پروسیجرهای فیزیوتراپی که ما انجام میدیم و
مویست هیت میدیم یا اینکه گرما رو یا سیرکولیشن اونجا هماتوم ممکن اگه بزرگ نباشه جذب بشه، ولی بعضی وقتا دیگه داره بعد از یک ماه داره ارگانایز میشه، دیگه جذبی در کار نیست. اگر بمونه و اونجا ارگانایز بشه حل کردن مشکلات خیلی سخت. در اوتو ایموشنال استرس هم باز لوکال ماسل سورنس ممکن ایجاد بشه، هم با همون مکانیزم که هست. آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر وفایی ببخشید، چون اینجا اگه این از اینجا بریم بعدش دیگه برگشتن در مورد تزریقا که گفتید من آره بذارید همینجا من یه کامنت کوچیک بدم که اکثر مواقع اون مقدار اگه بیمار مدیکال کامپرومایز نباشه و به اصطلاح لحاظ انعقادی مشکل نداشته باشه، معمولا مشکل ما بیشتر اینفلامیشنه، یعنی موقعی که تزریق به صورت دایرکت یعنی از سمت مقابل دندونای پریمولار زده نمیشه و یا اینکه بیمار دهنش کامل باز نباشه، موقعی که دهن رو کامل باز میکنه باعث میشه که این به اصطلاح ماهیچه ها تنس میشه و پاره نمیشه. اگه احیانا ما همیشه یکی از سوالایی که از بچه ها میکنیم اینه که در تزریق خوب اینفریور الوئولار باید کدوم ماهیچه ها رو پس بکنه، موقعی که شما دایرکت از سمت مقابل دندونای پریمولار میزنید فقط باید واکسینیتور رو پس بکنید و هیچ کدوم دیگه از ماهیچه ها نیان اونجا. و خواستم اینو فقط خدمتتون بگم که معمولا هماتوم در افراد سالم مشکل ما نیست، فقط این چندین بار زدن و تو و بیرون کشیدن های سوزنه که باعث اینفلمیشن میشه و بدترینش هم اینه که موقعی که دایرکت میرن این باعث میشه صاف تزریق توی عضله لترال تریگوید انجام بشه، میدل تریگوید و معمولا بله میدل تریگوید لترال تریگوید و این باعث میشه که این لترال تریگوید وارد یه اسپاس بشه، یعنی خود این اپینفرین، یعنی حتی اگه اینجوری هم نباشه که چند بار تزریق کنه، خود اپینفرین اساساً باعث اسپاسم ماهیچه میشه. موقعی که شما صحیح تزریق میکنید و درون ماهیچه تزریق نمیکنید، اون کپسول ماهیچه از ورود اپینفرین و اون مواد جلوگیری میکنه، ولی موقعی که ما میایم و اینو به قول معروف از درون ماهیچه، بیمار اولا باید دهانش کاملا باز باشه، تکنیک اینفریور الوئولار رو کاملا ویژوالایز کنیم انجام بدیم که این وارد ماهیچه نشه. ببخشید دکتر. آقای دکتر رهسپار درست میفرمایید شما. میگم آقای دکتر مخصوصا این تزریقی که اگر برخورد کنه به استخوان که خیلی ها علاقه دارن که حتما مطمئن بشن رسیدن توی ناحیه تریگوئید اسپیس، اون سر سوزن خیلی ظریفه و این خوب میشه بر میگرده و اگر تکرار بکنن این تزریقا این عضله رو فیبروش رو پاره میکنن و این یکی از علتهای اصلی هماتومشه. بله اینفلامیشن و چیزای هماتوم که پیش بیاد. درست استاد استفاده من این مورد رو که عرض کردم، من دقیقا قبل از کرونا یک بیماری داشتم که واسه یک اندو شیش پایین سمت چپ مراجعه کرده بود و واقعا با اینکه خیلی ازش نگذشته بود و دندون پزشکش ارجاعش داده بود خسته کرد ما رو و نتونستیم واقعا یه جاوپنینگ خوبی بهش بدیم. آخر همینجور که عرض کردم ما ناچار شدیم و یک امارای از بیمار تهیه کردیم. بله یه هماتومایی که اصلا با اینکه بیمار یک خانم مثلا 34 ساله است و درسته. از نظر سیستمیک هم کاملا سالمه، یعنی هیچ مسئله خاصی نداره. ملوز این موردی بود که من باش مواجه شده بودم که خدمتتون عرض کردم و ممنونم از توضیحاتی که شما. خواهش می‌کنم. دقیقاً همین که گفتم شایع‌ترین نشونه، یعنی هماتوم هم میتونه به هر حال ایجاد بشه. اونجا ما فضاها و اون نیامایی که داریم، اون بافتای فایبروسی که داریم معمولا خیلی به هم خوب چسبیده و میگم جز هم مثل همین کاری که دکتر گفتن که همچین موقعی که میگیم تاچ استخوان دقیقا مثل که میخوان با خلاصه برنو اون وسط استخوان رو بزنن با یه سرعت و قدرت زیاد مثل دارت، اگه خب وارد بشیم اون نوکش کج میشه یالا و خب رگام اونجا میتونه باشه توی به خصوص خانومای مسن این حالت میتونه ایجاد بشه. در مورد اندو دکتر یکی از مسائلی که داریم و بیمارا که مراجعه میکنن
پس حالا نمیخوام وقت شما رو بگیرم. الان چون جاش هست من بگم. ببینید الان تصویر منو دارین؟ بله. ببینید یکی از مشکلی که با مریضا داریم میگیم دهن تو باز کن، دقیقاً اسپاس میکنن و سعی میکنن که گوشه دهنشون رو عقب بدن و از اون ترس و واهمه و استرسی که دارن میان و معمولا اینجوری دهن رو باز میکنن، یعنی سعی میکنن گوشه لب رو بدن عقب و این باعث میشه که اسپاسم مستتر و لترال، چون میخوان این یه طرف هم این کار رو بکنن لترال تریگوید میره تو اسپاس. با مریضای اندویی من معمولا وقتی که میام معاینهشون کنم دقیقاً چون موقعی که شما اسپاس میدیم مستتر و لترال تریگویدو در جهت بستن دهان میشه و برعکس اینا میخوان دهانو با اون عضلات به اصطلاح سوپرایایی باز کنن، دهن چه باعث میشه این مایچه ها دوچار برای کارهای طولانی دندون پزشکی. خب یکی از طولانی ترینش همون اندو یا جراحی دندون عقل سختی که باشه و به اصطلاح اون دندون پزشک یه خورده مهارتش کم باشه این حالت میتونه ایجاد بشه. ببخشید من یه خود وقت رو گرفتم اینجا و دیدم جای دیگه نمیتونیم توضیح بدیم. خیلی خیلی خوب بود اتفاقا. کامنت های بسیار عالی. ما در رابطه با لوکال ماسل سورنس من میخواستم توجه رو به این دو نقطه جلب کنم. ببینید قبلنا خیلی رو میو اسپاز کار میشد. این موقعی که خب تی ام جونت انقدر روش کار نشد بیشتر میومدن گفتن میو اسپاز می فلان اینا، ولی بعد دیدم نه این واقعا مایو اسپاس الان انقدر مورد نداره به کار بردن ترمش. یک تندرنسی است که در طول عضله به دلیل اون جمع شدن اون متابولیک ویست متریال ها ایجاد میشه و بیمار یک حالت ضعفی در عضلات اون قسمت داره، میگه نمیتونم اصلا مثلا بجوم یا جویدن هم دردناکه هم اصلا اینست که جون نداره عضله، یه اینجور چیزایی رو بیان. خب میرسیم به مبحثی که دوست دارم این رو همکارا هم مشارکت کنن ببینیم که واقعا چقدر موافق هستن با این قسمتی که عرض میکنیم و اون هم در حقیقت مایوفیشیال پین ها یا تریگر پوینت مایالژی هاست. ببینید اگر برگردیم الاسم من چون نمیخواستم مبحث که دوستانی بشه فقط همینجور شفایی ارز میکنم استفادهشونم برداریم به استولوژی هموفیبیلا براتون باشه. یک A بند، یک Z بند و یک H بند داشتیم. این اکتینومایازین میومدن به وسیله یون کلسیوم بر هم درگیر میشدن و انقباضا صورت میگرد. توی تریگر پوینت مایالژی ها معمولا به دلیل اوریوز، حالا بعضی چیزها مثل آپر رسپیتوری تراک اینفکشن ها که واقعا نمیدونیم ما مکانیزم ایجاد مایوفیشیال پین ها در عفونت های آپر رسپیتوری چیه، چرا ایجاد میشه اینو واقعا نمیدونیم، ولی یعنی حداقل تا الان به نتیجه نرسیدیم، ولی میبینیم که اینها یک نقاطی مثل که دچار نکروز میشن و دچار تتانوس میشن، یک گره های عضلانی ایجاد میشه، گره های عضلانی ایجاد میشه و اینا به عنوان نقطه شلیک هستن وقتی که اکتیو هستن و بعد هم که لیتنت میشن ما حتی بعضی وقتا نمیتونیم دیتکتشون بکنیم متاسفانه، ولی کار خودشون رو دارن میکنن و این هست که باید به کل بدن ما توجه بکنیم، فقط فوکوس نکنیم روی مستیکیتوری مسئله ها و خود جونتمون. و الان عوامل رو که میتواند ایجاد کنه مخصوصا این حالت چیزی که هست پورپاسچری که هست که ما اینجا داریم، من این رو در بیماران خیلی میبینم. الان شما ببینید مدتی به دلیل کرونا بچه های حدود مثلا 9 ساله تا 14-15 ساله 8 ساعت 9 ساعت یک پاسچر خراب گردن داشتن. خیلی جالبه واسه من هیچ وقت اینقدر بیمار تی ام جونت کم سن و سال با سردرد نداشتم، مثلا در طول این مدتی کار کردم ندیده بودم اینقدر مثلا بچه 14 سالشه، دختر خانم چند سالشه 11 سالشه، نگاه میکنم میبینیم که یک تی ام جونت پرابلم شدید داره با هدیک، میگم یه این مواد اینا یه سرطانی باشه ایوشه ام ار آی هست، بحث اینا نیست، بحث اینا هست که به دلیل همین پور پاسچری که داریم یا دندون پزشکای ما چشم پزشکامون جراحایی که ما عملای طولانی مدت رو انجام میدن به دلیل پاسچری که دارن بعضی وقتا باعث میشه خودشون دچار تریگر پوینت مایالژی بشن. یکی از علائمش توی کشورهایی که کار منظم دارن مثلا فرض کنید
مثل ایالات متحده یا بقیه کشورها این هست که در هیستوری بیمار میگه من به خونه که میرسم ساعت 5 عصر دردم شروع میشه. خیلی عجیبه، تو محیط کار چیزی ندارم، یعنی از اون پوزیشنه که خارج میشه توی هیستوریش هست. بعضی از اینها که بعدن اگر فرصت بشه عرض میکنم مکانیسم تریگر پوینت مایالژیا رو، اتونومیک نروس سیستمشون هم تحریک میشه توی اون مسیری که باید به مغز فرستاده بشه. و اینا چیزی که ابراز میکنم میگم یک چشممون قرمز میشه، از یک چشممون اشک میاد، از یک سوراخ بینیمون هم ترشح داریم یا مثلا آب بینیمون میریزه و سردرد هم داریم و ناحیه مفصل. اینا هیستوریایی است که خیلی به ما کمک میکنه. من سریعتر رد میشم که عرض کردم این پوزیشن خراب هست که خیلی مؤثر در ایجاد تریگر پوینت مایالژیا، که الان خیلی از ریفرنس ها میبینن 50% بیمارانی که مراجعه میکنن به تریگر به مراکز درمانی جهت درمان تی ام جی، اینا تریگر پوینت مایالژیا رو هم حتما دارند و این در مریضای خود ما من فکر میکنم از 50 هم بیشتر باشه. ببینید در حالتی که فرد یک پاسچر درستی داره و ستون مهرها درست الان شدن، فشار وارده بر ناحیه تی ام جوینت ما حدود 6 کیلوگرم. این ناحیه تی ام جوینت اریا ما حدود 6 کیلوگرم بهش فشار وارد میشه. وقتی که سر به اندازه 15 درجه به سمت جلو خم میشه، یعنی فوروارد پاسچر میشه، در حقیقت این سر ما یک کره نیست که روی ستون مهرها قرار گرفته باشه، چسبیده در حقیقت به وسیله اون اتچمنت ها و اون ماهیچه ها چسبیده به ستون مهرهای ما. وقتی سر به اندازه 15 درجه به سمت جلو فوروارد پاسچر پیدا میکنه، فشار وارده بر تی ام ناحیه تی ام جوینت دو برابر میشه، یعنی 12 کیلوگرم میشه، 6 کیلوگرم بهش اضافه میشه. وقتی 15 درجه دیگه اضافه بشه و بیمار خیلی فوروارد پاسچر بشه، باز هم 6 کیلوگرم دیگه اضافه میشه، یعنی فشار وارده بر تی ام جوینت حدود 18 کیلوگرم میشه. یه وزنه 12 کیلوگرمی رو به ناحیه تمپورال ما بست کنیم، بعد انتظار داریم مثلا فرض کن اپلاینسی که واسه بیمار می‌سازیم جواب بده، یا مثلا درمان تکنیک‌های جراحی بقیه تکنیک‌هایی که به کار می‌بریم، خب مسلماً با این وضعیت به سختی جواب خواهد داد. از 30 درجه هر چقدر که اضافه بشه، باز 4 کیلوگرم دیگه اضافه میشه، یعنی 16 کیلوگرم در یک بیماری که یک زاویه 45 درجه داره میاد میگه من 30 سال کتابدار دانشکده پزشکی هستم، کتابخونه دانشکده پزشکی هستم، نگاه میکنم میبینم دقیقاً 45 درجه فوروارد پاسچر داره. تا این فوروارد پاسچر رو نتوانم درمان کنم، بقیه درمانهای من محکوم به شکست خواهند بود. یعنی اول باید بیام این فورس رو بردارم. من یه آمار گرفتم، البته به صورت علل اتفاق فقط یک گوشه یادداشت می‌کردم، دیدم خیلی از بیماران منو وقتی پاسچرشون رو تسهیل می‌کنه فیزیوتراپیست تماس می‌گیرم میگن آقا درد ناحیه تمپوراله اصلا مثل داره خود به خود خوب میشه، احتیاج هست اصلا بیان یا نه؟ همون مریضی که با گریه و آنال اومده بود وقتی که از اون حالت 30 درجه پاسچرش رو فیزیوتراپیست واسه من یک کارکشن ایجاد می‌کنه با اون حرکات اصلاحی، می‌بینم که اصلا مشکل تی ام جی مثل که حل شد. دیگه میاد میگه آقا دردی ندارم، صدا خیلی کمتر شد. حالا ما مکانیزم‌های اینا رو می‌خوایم الان با هم دیگه بحث کنیم و نظر شما عزیزان رو هم بشنویم. یه مورد دیگه در رابطه با خود مهرهای گردن، به ازای هر سانتی‌متری که گردن به سمت جلو بره به اندازه 1 کیلوگرم به گردن نیرو وارد میشه، یعنی انگار به تمام گردن و ناحیه تمپورال تا ما بریم بالا همه رو داریم فشار وارد می‌کنیم با یه فشار بسیار سنگینی و دائما وقتی مریض سرش به سمت جلو خمه و داره قضا می‌خوره با زاویه 45 درجه مفصل داره کار می‌کنه، واقعا فشاره اصلا غیر قابل تصور میشه، ولی مریض یه جور خودش رو باش ادب می‌کنه. الان عرض می‌کردم خدمتتون به همین ترتیب هست، وقتی بیمار اصلا یه حالت مثل تراسیک آتلت سیندروم میشه، یعنی کتفاش به سمت جلو میاد و اصلا به نظر میاد حجم‌ریه‌اش هم کم شده، فوروارد پاسچر پیدا کنه، فشار وارده بر نک و بر تمپورال ایریا واقعا غیر قابل پیش بینی میکنه درمان ما رو. بهترین درمان ها رو واسه بیمار انجام میدیم، چه سرجیکال چه پروستودنتیست های ما زحمت میکشن و لاینس واسه بیمار میسازن، مریض میاد تشکر میکنه اپلاینس هم برمیداریم یا من خیلی خوبم
سه هفته بعد میاد میگه من که وضعیتم خرابتر از قبل که این من یه هزینه دادم و یه درمانی هم با این سختی اپلایانس رو اعمال کردم ولی نتیجه نگرفتم. چرا؟ چرا رو واقعا باید پیدا کنیم در جای دیگه. الان با هم یه چند تا از تریگر پوینت ها و نواحی رو که درد رو واسه ما ایجاد میکنن با هم بررسی میکنم. عمده بیمارانی که فوروارد هست پاستر دارن مثلا در پزشکا، چشم پزشکایی که پشت چشم بیمار رو معاینه میکنن، قبلنا قبل از اینکه از این هدفون ها بیاد این بیمار چیزای بالست تلفنچی هایی که دائما گوشی رو یه طرفه میگرفتن با گردنشون رو میگرفتن جواب و منظور میدادن، اینا عمدتاً چیز دچار مشکل تی ام جی بودن و مراجعه میکردن. اگر تریگر پوینتی وجود داشته باشه تا اون موقع که این تریگر پوینت ما اکتیو هست حدود آقای دکتر صداتون قطع شد. اینترنتتون فکر کنم قطع شد. آقای دکتر وفایی. اینجاست که باید بگم که واسه بیماری تی ام جی ناچار هستیم اکسیال اسکلتون بیمار رو کاملا بررسی کنیم و فقط نمیتونیم به محدود توجه کنیم. الان استرونوکلیدومستوئید ما اگر پوستریور بلیش رو و انتریور بلیش رو تریگر پوینت های داشته باشیم که من بیمارایی که توی این قسمت دارم خیلیشون اندودوتیستن به دلیل پوزیشنی که میگیرن واسه خود کردن بیمار و یه حالت شرخشی هم دارن، در یک طرف استرونوکلیدومستوئیدشون دچار اسپاس میشه ببخشید دچار تریگر پین های انتریور بلی استرونوکلیدومستوئید رو الان خدمتتون عرض میکنم. بیمار میاد میگه من سینوزیت ندارم، تومور مغزی ندارم، ام اس ندارم، یه دردی در ناحیه داره بسیار اگر در مراحل اولیه مراجعه کرده باشه کاچ میکنیم، یعنی میگه آها با یه سیمی بس شد به صورتم به چشم، درد اینجا هست، درد اونجا رو دارم ولی درد چشمم هست، درد صورتم کنار صورتم هست. اگر پوستریور بلی هم باشه باز ما درد رو در قسمت فرونتال و در قسمت گوش و یا ما میتونیم دیتکت بکنیم. یا بعضی از دندون دردها کارمون داره اصلا میکشه به شکایت و اینا که یه نوع تریگر پوینت های در ناحیه تمپورال بود و مریض میگه ما درمان هایی که واسه ما کردی چرا درمان یه فیلینگ خیلی ساده میگفت چرا اینا اینقدر باید درد داشته باشه، در حالی که وقتی نقاط تریگر تمپورال برطرف شد مشکل مریض هم حل شد. ناچار هستیم بیمار رو مثلا فرض کنید سمی اسپاینالیس کپیتیس رو باید دقیقا معاینه کنیم، بیایم و ترابزوس رو تو پایین دقیقا بشینیم و نقاط رو پیدا بکنیم. بعضی وقتا مریضا 35 دقیقه طول میکشه تا ما یک معاینه کامل ازشون انجام بدیم که بگردیم و این تریگر پوینت رو پیدا کنیم. ببینید یک تریگر پوینت میتواند یک دردی رو واسه بیمار ایجاد کنه و ما رو هم گیج کنه. هرچی میگردیم با اون معیارهایی که ما وارد برای تی ام جی داریم و درهای ما تی ام جی داریم مثلا نمیخونه این چی واقعا چرا از این درده از کجا داره میاد که ما نمیتونیم پیداش کنیم. بعضی وقتا هست که ساتلایت تریگر پوینت از این جدیدن الان مثلا جدیدن که یعنی تو 6-7 سال گذشته حتی اومدن ساتلایت تریگر پوینت رو ما پایین ترابزوس یه تریگر پوینتی داریم، این باعث میشه که درد به ناحیه بالای ترابزوس برسه. همین بالای ترابزوس خودش واسه ما فیشیال پین ایجاد میکنه به صورت یه ماهواره مانندی از راه دور. این نقطه اصلا کی باورش میشه؟ وقتی من این مریضا رو اینجور ریپورت میکنم یه وقتی توی بازآموزی گفتم همه گفتن آقا دیگه خیلی فیگور گرفتی و خیلی جدی گرفتی این مسئله. بله جدی هست. وقتی در معاینات تی ام جی نمیتونم علت رو پیدا کنم، خود جوینت سالم ماهیچه های مسیکتوری هنوزم درگیر نشدم ولی یه دفعه تریگر پوینت رو پیدا میکنم و این تریگر پوینت رو میدم مثلا یکی از فیزیوتراپیست ها با یه درای میدلی این رو یا هات پک میست و تنس این رو صرف میکنه میبینم که مشکل مریض حل میشه خیلی راحت. بعد از 10 جلسه بعد از حتی 20 جلسه فیزیوتراپی میاد مریض میگه آه اصلا دردی که تو صورتم بود از اون که پشت کتفم رو کار کردم برطرف میشده.
الان عنایت می‌فرمایید، کی باورش میشه که این تریگر پوینت در اینجا بتونه واسه من یک TMJ پین دردی در ناحیه تمپورال و TMJ واسه من ایجاد بکنه؟ موردهای دیگر رو خدمتتون عرض می‌کنم. مدیال تریگر رو که فرمودن استاد هم می‌تواند اگر تریگر پوینت‌هایی درش ایجاد بشود اینا بیاد و در ناحیه TMJ واسه من درد ایجاد کنن که از خود جوینت نیست. اصلا آرتیکولار ما اینرویشن نداره. مورد اصلا تزریق کورتون به داخل جوینت. ولی این که خیلی وقتا من بیاین بعد فرض کنیم ببینیم که من میگم آ اینجا من درد دارم اگه بخوام اینجا ما یک توی جوینت یک کورتونی تزریق کنیم، هم اگر درد من در طرف شه بدون در نظر گرفتن برای مهار این چقدر مریض مشکلی نداره. من موردهای دیگر رو سریع خدمتتون عرض می‌کنم. همون موردی بود که من عرض کردم که یک ناحیه پریمولار دندون اندو شده پرفکت، یعنی من بهتر از این اندو تو کتابا هم ندیده بودم حتی، ولی مریض میاد میگه این درد این داره حلاجم میکنه، دروغ هم نمیگفت، یعنی چیز نبود. ما حتی پلاسبو بهش دادیم، گفتیم مثلا داشتیم اونجا یه مقدار گلوکوز می‌ریختیم توی قطره‌ای، حتما استاد رهسپار خاطرشون هست، مریضایی که اینجوری بودن یه پلاسبو بهشون میدادیم، میگفتیم برو 5 روز اول 5 قطره، 5 روز دوم 4 قطره، 5 روز سوم 3 قطره، 5 روز مثلا فلان 1 قطره، ببینیم واقعا مریض درد داره. مریض واقعا درد داشت، مریض درد داشت در ناحیه، و وقتی که ما اون تریه پوینت ها رو از مس تریما برطرف کردیم درد ناحیه پریکال دندون 5 برطرف شد. موردهای دیگر من واسه اینکه چیز بشه تک به تک توضیح میدم که چه دندونایی از تریه پوینت هایی که در کجای تمپورالیس هست منشأ میگیرن با اون درد واسه ما ایجاد میکنن. باز چند مورد دیگه هست که اینا میتوانن دردهایی رو حتی به صورت ساتلایت، مریضایی که پایین تراپز روسشون یک تریگر پوینتی دارن، اینا بعضی وقتا درد در ناحیه صورت دارن. که یکی از کارهای خیلی خوبی که ما میتونیم انجام بدیم که حالا اینا رو وقت واسه درمان ها نمیشه، اگر بشه از همکارای فیزیاتریست و فیزیوتراپیست درخواست کنیم که بیان. البته من خودم خوب توی زمینم یه مدتی کار کردم و یه چیزای اطلاع دارم و ریفرنس هاشون هم مطالعه کردم، واقعا کمک کننده است. بیایم و با خون رسانی به اون ناحیه تریگر اون رو آزادش کنیم و میوفیشیال ریلیز بدیم. یه دفعه مریض میاد بعد از 10 روز میگه من درد صورتم برطرف شد. من از اینا خیلی سریع میذارم. میوفیشیال ریلیز هایی هست که بعضی از اینا رو من خودم واسه بیمارا انجام میدم. ببینید الان ما یک لیتو اسکاپولا رو میخوام ریلیز کنیم. لیتو اسکاپولایی که در تعریف آناتومیکش این بود که اسکاپولا رو بالا میبره، اسمش هم به همین دلیل گذاشتن لیتو اسکاپولا، ولی این در حقیقت سر رو آپرایت نگه میداره. وقتی یه تریگر پوینت هایی در به دلیل فوروارد پاسچر یه تریگر پوینت هایی در این لیتو اسکاپولا ایجاد شه، مریض با فیشیال پین به شما مراجعه میکنه. بعضی وقت با هدیک اصلا همه رو عاجز میکنه، از بس نورولوژیست میره، نوروسرجن میره، اینور میره، اونور میره و مشکلش برطرف نمیشه. اینم که عرض کردم همون تکنیکی است که سمی اسپاینال کپیتیس رو هم ما باید ریلیز کنیم، مایوفیشیال ریلیزش کنیم که فیشیال پین رو بتونیم واسه بیمار، اینم باز هم تراپزوس هست. تکنیک های فیزیوتراپی رو وارد بحثش نمیشم، یک تنس دو کانال است که ما میتونیم واسه بیمار بذاریم و با در حقیقت انتقال جریان بین این قسمت ها به ریلیز شدن اون موارد کمک بکنه. مورد بعدی درای نیدلینگ هست که این واقعا من خیلی اگر که اون کسی که کار میکنه بشینیم و با دقت سر حوصله نه با عجله این تریگر پوینت های ما رو پیدا بکنیم. حالا هر چقدر که میخواد چارتشو، حالا تو آمریکا فیزیوتراپی اصلا ساعتی میگن ربع ساعتی انقدر، بنابراین تو ایران خب همه چی میاد یه عجله بیه. اگر واقعا فرصت داشته باشیم فیزیوتراپیست بشین نقاط رو تریگر پوینت ها رو دقیقا پیدا آقای دکتر صداتون قطع شد. آقای دکتر وفایی من الان صدام دارین آیا شد؟ بله بله درست شد. بله ببینید یکی از مواردی که حالا من توی اگزم ها به همکارای جوانتر عرض میکنم این هست که ما چه وقت
بیایم ببینیم اصلا این جوینت پرابلمه یا مسکولار پرابلمه. این بعضی وقتا گیج اون میکنه. یعنی مثلا فرض کنید ما یک مسکولار پرابلم داریم و نمیدونیم که حالا این درده مثلا واقعا مال همین مسکولار پرابلم یا خود جوینت. یکی از اقدامات خیلی خوبی که میتونیم انجام بدیم و خیلی هم مثمر ثمر هست این هست که بیایم انفیل مریض رو بررسی کنیم. و همین شیوه که الان روی عکس می‌بینید شست رو روی دندونای بالا و انگشت نشونه رو بذارید. اگه بگید مریض درد داره و با فشار دهن باز میشه تا 25 تا 25 یعنی اینفریور جوینت. از 25 رد میشه سوپر جوینت ما هم فعال هست. 35 40 45 میلیمتر دهان بیمار باز میشه. این 45 میلیمتر که دهان بیمار باز میشه اگر این مثلا فرض کنید انتریور دیس دیسپلیسمنت ایداد ریداکشن بود که هیچ وقت اینجور چیزی نمیشد. به 25 که میرسید مثل که به دیوار خورده یا به سنگ خورده اصلا دهان بیمار باز نمیشد. این اسلاید رو هم مخصوصا واسه این خدمتون چیز کردم. ما تا اینجا اومدیم و شایع ترین پاتومکانیکی که در حقیقت دیزوردرهایی رو که داشتیم در مسکولار ماهیچه‌های مستیکیتوری و نک و ترابزوس با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی سریع فانکشنال دیزوردرهای خود جوینت رو هم با هم صحبت کنیم ببینیم که خود جوینت چجوری ممکنه دیزوردرهای چیز بشه. اولا اینکه خب یک پینی ممکنه مای آرترالژیا داشته باشیم که عرض کردم این از سطوح آرتیکولار ما نیست چون اینرویشن اونجا نداریم مگر اینکه تخریبی بشه و تو هیلینگش هم وسکولاریتی پیدا کنه و هم اینرویشن که اونم دیگه اصلا راه و تصمیم گیری رو به جراح واگذار کنیم و این دیگه کانزرواتیو نمیتونیم واسه مریض خیلی کار زیادی بکنیم. و بنابراین کپسول ممکنه هست اون کپسولار لیگامنت های ما و بقیه لیگامنت ما که ناسیسپتور دارن یا رترو دیسکال تیشو بنابراین میگن کپسولایتیس و رترو دیسکایتیس رو در معاینه مشخص میکنیم که آیا واقعا بیمار رترو دیسکایتیس دارد یا ندارد. خب ببینید اگر که اون استراکچرهای جوینت ما به هم ریخته نشده باشن و خراب نشده باشن ما معمولا آرترالژیامون به صورت شارپ خیلی ساده و اینتنس هست و با حرکت هم افزایش پیدا میکنه و وقتی هم بیمار در حالت رست هست این درد رو میگه ندارم یا خیلی کم دارم. اگر این حالت ادامه پیدا کنه و یک بریکدانی در این استراکچرها ایجاد بشه و یک اینفلامیشن تمام جوینت رو بگیره دیگه ما با اینکه جوینت پین هست انصافا این که حتی در حالت رست هم بیمار میگه من درد شدید دارم. در حالت رست هم بیمار میگه چون اینفلامیشن هستش. خب بیایم شایع ترین در حقیقت اون دیسفانکشن ها رو با هم بررسی بکنیم. یکی اینکه ممکنه اینکامپتیبیلیتی در سطوح آرتیکولار ایجاد شه که نمونش رو من در براکسیسم عرض کردم خدمتتون به دلیلی که هد کندی در یک نقطه قرار میگرفت و اونجا ما لوبریکیشن نداشتیم و تغذیه‌ای در اون قسمت صورت نمیگرفت ببخشید و تغذیه‌ای در اونجا صورت نمیگرفت ما این اینکامپتیبیلیتی در سطوحمون ایجاد میشد و مشکل واسه دیسفانکشن واسه بیمار ایجاد میکرد. و یا اینکه بر اثر اینکه یک ایونتی از همون ایونت ها که عرض کردیم خدمتتون که یا لوکال بودن یا سیستمیک بیاد و اجازه حرکت آزاد به دیسک نده پوستریور بند دیسک بیاد و گیر کنه بین هد کندیل و آرتیکولار امیننس و این گیر کردن باعث نازک شدنش بشه. نازک شدن پوستریور بند همان و تمایلش به سمت حرکت به جلو همان anterior disc displacement with reduction. مثلا فرض کنید استرس باعث میشه که دیسک رها نشه که برگرده سر جاش. هد کندیل شروع میکنه فشار ممتد بر روی پوستریور بند و این باعث میشه که پوستریور بند نازک بشه و تمایل به anterior disc displacement ایجاد بشه و anterior disc displacement with reduction داشته باشه. وقتی پوستریور بند نابود شد و یا خیلی نازک شد از جای خودش خارج میشه و یک انتریور دیس دیسپلیسمنت ویدات ریداکشن واسه ما ایجاد میکنه. بعضی وقتا هم هست که نه فشار به گونه‌ای هست که واسه ما ممکن هست پرفوریشن و یا چه انتریور دیس دیسپلیسمنت ویدات ریداکشن باشه و چه معمولا پرفوریشن باشه ممکن هست که دی جی دی هم واسه ما ایجاد شه
موارد دیگه رو مثل سابلاکسیشن داریم که سابلاکسیشن رو کانتراورسی در موردش زیاد هست. بعضی از همکاران فیزیوتراپیست، فیزیاتریست و ارتوپدها و بعضی از همکارانی که روی تی ام جوینت کار میکنن سابلاکسیشن رو به عنوان یک پروسه پاتولوژیک در بسیاری از بیمارها در نظر نمیگیرن. یعنی این رنج آف موشنش زیاده، یعنی بیمار به جایی که 45 میلی متر دهانش باز شه مثلا 67 میلی متر باز میشه، 70 میلی متر باز میشه و این رو پاتولوژیک در نظر نمیگیرن، در حالی که ما در اغلب بیمارا میبینیم که کش اومدن همون لمیناهایی که کلاژنوس بودن اینا زمینه رو مساعد سایر خود سابلاکسیشن نیاد و مستقیما بیمار رو درگیر نکنه، ولی اون عوارضی که ایجاد میکنه در ما مشکلات در تی ام جی ایجاد کنه. اسپانتانیوس دیسلوکیشن که اساتید بهتر از من میدونن، ما یک بار دیگه فقط خواهشم این هست که به حرکت نرمال توجه کنید تا همه این مواردی که عرض کردم به صورت فیل ببین. این الان حرکت نرمال ما فیلمتون قطع شد آقای دکتر. و توی اینترمدیت زون قرار میگیره. اینی که عرض کردم که ما توی بیومکانیک توجه خیلی خاص داشته باشیم به اینفریور جوینت و سوپریور جوینت. ببینید اون صدایی که ایجاد میشه قبل بعد از پاتومکانیک رو بتونیم تشخیص کنیم. وقتی پاتومکانیک رو دونستیم تشخیص راحت میشه و درمان. ببینید من فکر اینترنت هم دقت میشه یه چیز پیغام بدم. الان تصویر رو دارین آیدو؟ بله بله آیدو تو صداتون بله بله قطع شد. تصویر خوبه آیدو من یه لحظه اینجا یه کامنت بدم. ببینید این موقعی که رتروبیسکال پد زخمی میشه و به این ترتیب بین کندیل و گرنوید فوسا قرار میگیره، اینو تو یه تحقیق بود که اون آقای شرابی روی خرگوش کرده بود، بعد اینو زخم که میکنه یعنی اومده بود خودش آنتریور دیسپلیسمنت در خرگوش ها ایجاد کرده بود و بعد اومده بود بعد از مدتی چندین ماه که اینا باعث شده بود که رترو دیسکال تحت فشار قرار بگیره، اومده بود اینا رو سکشن هیستولوژیک تهیه کرده بود. بعد دیده بود که نرو اندینگ در اینجا غلظتش خیلی میره زیاد و اون بافت خیلی زیاد میشه و اون بافت ترمیمی که تو رترو دیسکال و دیسک ایجاد میشه برعکس خودش حتی توی دیسک که هیچ اینر تحت فشاری که هست پر از نرو اندینگه و نرو اندینگاش خیلی زیاد و این باعث میشه که ما جایی که انتظار داریم زیاد نرو اندینگی نداشته باشه درد خیلی زیادی داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از کامنت بجا و خیلی خوبتون. بله در حقیقت همین هست و یک عامل دیگر رو که ما میتونیم در این زمینه در نظر بگیریم، یک عامل دیگر رو که ما توی این زمینه در نظر میتونیم بگیریم این هست که وقتی رتروسکوال چیشوی ما همونجور که فرمودیم تخریبی در درش ایجاد میشه دیگه اون سانویال فریلی ما درست ساخته نمیشه. اون سلولای اسپیشیلیز ما الان کجا هستن که بتونن سانویال فریلی درست ایجاد کنن که دیسک بتونه رو تغذیه کنه. ببینید دیسک در میده و بعد میاد و این دوباره ببینید باز این اون رسیپروکال کلیکه که بعض وقتا واسه ما ایجاد میکنه در اون استیج نهایی که میخواد از روی پوستریور بند بره و در لانه این که روی رتروسکال تیشو ایجاد کرده قرار بگیره و اینجاست که ما میاییم و از متخصصین پروتزمون کمک میگیریم و سعی میکنیم که این فشار رو با یک اپلاینس به حداقل برسونیم. البته قبلش من باید حتما باید بیایم و ارتوپدی استابیلیتی گردن و ستون ماهوارهای مریض رو بهش
برگردیم. همون عاملی که شاید این فاجعه نتیجه اون باشه. پس رو از این قسمت برمیداریم. همون 6 میگرم 12 18 و 22 رو که عرض کردم خدمتتون، فشارها رو سعی می‌کنیم که به حداقل برسونیم. باز یه مورد دیگه ببینید، anterior displacement reduction رو داریم که حتی با فلاتنینگ سیویر، فلاتنینگ هد پوندی هست. الان ببینید توی همین بیمار یک جرک مومنتی ایجاد میشه و این هلکوندیل ما میاد و توی اینترمدیت زون ما قرار میگیره. خیلی خب، این انتریس دیسپلیسمنت ما باقی موند و پوستر بند ما دیگه اصلا مویی شد، خیلی نازک شد، اصلا عملا فانکشنال دیگه نیست. هد کندیل ما میاد پشت دیسک قرار میگیره و پرت میکنه بیرون دیسک ما رو. دیسک پرت میشه بیرون. برای روتیشن ما صداتون آقای دکتر نیازی به اینفریور جوینت نداریم. یعنی حتی اگر ما یه گرانشن تیشو اونجا داشته باشیم و توی اسکلات تیشو تیشن ما با کنسلیشن ما باید ما سوپریور جوینت رو داشته باشیم، باید دیسک رو داشته باشیم، ولی اینجا متاسفانه نداریم. این هست که حرکت اینگونه میشه. به نهایت بفرمایید. هر چی که زور میزنه هد کندیل، اصلا دیسک اینجاست و سوپر جوینتی نداریم که بخواد بیاد. و به نهایت بفرمایید. ببینید دیسک اصلا بازی داده نمیشه. هد کندیل ما روی رتروسر، البته این چون فرش سیکشن حرکات اونجوری که واقعی باشه نباشه، ولی تصورت خیلی خوبی به ما میده که این انتریور دیسک دیسپلیسمنت. ببینید یعنی به 25 میلیمتر که میرسه، شما همون انگشت 60 رو که گفتم میذاریم و انگشت نشانه، هر چی فشار میدیم دهان بیمار از 25 میلیمتر نهایتا میشه 26 میلیمتر. دیگه ادامه یک فیل انسان این هست که امارای تی انجام میدن، باید بیومکانیک و پاتومکانیک رو مسلط باشید و بیمار رو معاینه کنید. من بارها بعضی وقتا همکارامی که امارای تی انجام میکنن و تخصصی در زمینه درمان پزشکی ندارن رو میبینم که مثلا به دلیل یک توی امارای بعضی وقتا ممکنه یه سیگنال های ایجاد جهت های نویز هایی باشه، اونو با دیسک اشتباه گرفتن و یک بیماری که دهنش مثلا 60 میلیمتر باز میشه، اینو انتریور دیسپلیسمنت ویداوت ریداکشن گذاشتن. من یه نمونه شو توی لکچر اسفان داشتم که الان هرچی گشتم اسلایدش رو پیدا نکردم. یکی از همکاران بود که ریپورت امارای ما بود که انتریور دیسپلیسمنت ویداوت ریداکشن که وقتی کلیکی مریض ما نمیکرد، خب اونم که تفصیل نداره، اون یه تکنسین اونجا هست که تازه تو سجیتال هم زده بود، نه سجیتال آبلیک. واقعا کار رادیولوژیست خیلی سخت میشه توی این جو زمینه. ما باز یک anterior disc displacement without reduction رو نگاه کنیم. چیز تحت عنوان translation ما نداریم. هر چیز فکسور میزنه، اصلا دیسکی وجود نداره، superior jointی وجود نداره که ما بخوایم حرکت translation رو داشته باشیم. این الان آقای دکتر دیسک جلو هست دیگه. بله نه باشه دیسک الان اینه. آره دیگه اومده خدام دیگه زیر بعد از این آرتیکولار ایمیننس دیگه اومده جلو دیگه. آره برام نمیگرد دیگه. دیسک اون تکسچر خودشو نداره دیگه، خیلی نازک و شکلنده بود. اون لامینات و این که زیر آرتیکولار ایمیننس میاد، این یه مقدار افزایش حرکته، اینجا اتفاق نمیفته. یعنی تا این حدودا بیشتر، یعنی روتیشن معمولا تا این حدودا زیر آرتیکولار ایمیننس نمیاد، ولی این چون با دست حرکت مندیبل، یعنی رو سکشن دادن بافت فرش رو، با دست دارن حرکت میدن مندیبل رو، یه مقداری بیش از حد به نظر میرسه حرکتش. یعنی واقعا هد کندیل ما در انتریور دیسک دیسپلیسمنت ویدات داشتیم تا این قسمت زیر آرتیکولار ایمیننس نمیاد، ولی این الان دیسک ماست. ببینید این الان دیسک ماست که اصلا کارا نیست، کاری انجام نمیده واسه ما، چون جلو افتاده و ببینید چه بر نمیگرده دیگه. نه خیر، این مورفولوژی دیسک ما به هم خورد. همون که عرض کردم، آن چیزی که نگه می‌داشت تو این رتهایی که اومدن تمام لامیناها و اتچمنت های
دیسک رو قطع کردن، میگن نه دیسک به راحتی حرکت خودش رو انجام میده بدون اینکه به هیچ جایی وصل باشه، فقط همون مورفولوژی دیسک رو نگهش میداره. وقتی مورفولوژی دیسک به هم خورد، وقتی که دندونپزشک ما بعد از یه جراحی دندون عقب جایی که علت رو برطرف کنه به مریض گفت برو آدانس بجو، مریض دو ماهی داره آدانس میجوه، پوسترور بند ما به شدت نازک شده. حالا آقای دکتر این anterior disc displacement without reduction آیا توی MRI میشه به این دقیقی قشنگ تشخیص داد یا نه؟ من الان موردش رو بعد از این فکر کنم گذاشتم اگر اشتباه نکنم، جسارت میکنم، ولی من چون یه مدت وقتم زیاد بود، ولی مدتی که ما البته قول قبل داده بودیم و بدقولی کرده بودیم، بدقولی از من نسید. آیش میکنم ما آقای دکتر چندین ماه منتظر شما بودیم، اشکالی نداره، اگر مقداری هستش میتونیم برنامه دیگه بذاریم، اشکالی نیست، شما اگر هستش که چه بهتر بتونیم اینا ببینیم که واقعا اماره هایی که اینجا گرفته میشه اغلب جاها یکم تشخیصش سخته واقعا. البته این امارایی که من دارم مال اون زمانهای خیلی قدیمیه که ما سرفیس کویلای پیشرفته امروزی رو نداشتیم. الان ما امارای پیشرفته سرفیس کویلای خیلی خوب داریم و یکونیم تسلا باشه واقعا داره خیلی خوب بوده. درم اگر بیونید یه مقدارم محوه مال تصاویر قدیمی هست دارید هده کندیل میاد به زیر آرتیکولی داره اینسه. این دیسک ماست که مشوله شده و این جلوه افتاده، اصلا رفتی به جوانت اسپیس و اینا نداره. الان این هایپوسیگنالیتی که میبینیم، من یه نکته رو اینجا خدمت همکاران رادیولوژیست عرض کنم، حتما و حتما پروتون دنسیتی بخواییم. اگر فت سچوریتد یا فت ساپرس هم سفارش میدیم، حتما پروتون دنسیتی رو بخواییم. مواد ایف بره اونجا تکنیسیان همه رو تیمان تیتو میزنه، از دم یه روزه امام حسین واسه همه میخواد بخونه و تشخیص واسه ما کار رو واسه ما سخت میکنه. اگر این الان پروتئین دنسیتی میبود، واقعا شاید دیسک رو خیلی بهتر از این میتونستم برن. این دیسک الان اینجا افتاده و اصلا کارو نیست. عنایت بفرمایید هد کندیل ما میاد و به آرتیکولار دنس نرسیده، هر چی هم زور میزنه دیگه جلوتر نمیتونه بره. آنتی دیسپلیسمنت این اپتیکشن هست. باز مورد دیگرش هست که این الان ماکسیموم جاوپنین بیمار ما به زور شاید 26 میلیمتر بشه، وقتی هم فوقاره بودیم مثل که به سنگ فشار وارد، در حالی که این یه مسئله مسکولار بود که مریض تا 25 یکم فشار وارد کردیم شد 30-35 درد داشت ولی دهان باز میشد. در دو حالت، یکی وقتی که در سوپریور جوینت ما ادهیژن وجود داشته باشه که اون صرفا کارش جراحیه و جراح باید بره اون اتچمنت ها رو واسه اون ریلیز بکنه که مریض دیسکش به حرکت درآد، که معمولا بعد از تراما ها بعض وقتا تو سوپریور جوینت ما یک ادهیژن های ایجاد میشه که این کار سرجیکال و کانزرواتیو واسه ما کاری نمیتونیم واسش بکنیم. و بعد وقتا هم هست که به دلیل که دیسک اصلا از جای خودش خارج شده و دیسک عملا فانکشنال نیست و در هر دو حالت هست که ما سوپریور جوینتمون نان فانکشنال میشه. یه مورد دیگه هم هست، دیسک ممکن هست به نوع عرض کردم که دیسک ما یک زاویه 25 تا 37 درجه داره، بنابراین و از طرف دیگه ما اون آرتیکولار سرفیس هد کندیلمون در ناحیه پوستریور وسیع تره، به همین دلیل هست که دیسک معمولا کمتر به سمت پوستریور میفته در بده، یه کمتر به دلیل اون پول های مدیال و لترالش کمتر به سمت لترال ممکنه پیش بیاد. به دلیل انگولیشن زاویه ماهیچه‌ای که وصل هست معمولا به سمت انترومدیال هست، ولی بعض وقتا در جهت های دیگه مثل این مورد خاص هم که یک مدیال دیسک دیسپلیسمنت هست ممکن هست اتفاق بیفته. ما اصلا دیسک رو نمیبینیم، مثل پشته الان دیسک برگشت سر جاش و دوباره به حالت عادی که میریم، الان دیسک سر جاش هست و دوباره دیسک میره به سمت مدیال در رفت، دوباره برگشت سر جاش، دوباره دیسک به سمت مدیال و حرکت بعدی در میره. این هم یک مدیال دیسک دیسپلیسمنت هست که ما با ایجاد جوینت اسپیس سعی میکنیم که به صورت کانزرواتیو اون دیسکی که در میره به اونور رو بیاریم و در جایگاه خودش و بیمار از این مکافات که داره نجات بده. ببین دیسک به جایی که انترومدیال بیفته میره مدیال، الان این دیسک سر جایگاه خودش هست، در انتهای حرکت دوباره در رفت به سمت مدیال. استاد رهسپار من صداتون رو ندارم، صحبت نمی کنم. اجازه بده
اینو اینم توضیح بدید که تو امارای تشخیص این واقعا خیلی مشکله که با امارای بشه این تشخیص داد مدیاتیسیس بله. در امارای اگر اون رادیولوژیست میگم ما فرق رادیولوژیست جنرالمون با رادیولوژیست دنتالمون این هست که تصاویر رو رادیولوژیست ماکسیلو فشیال خودش تغییر میکنه، یعنی همون آن میتونه تصمیم بگیره. اگر ام آر آی رو هم خودش ان شاءالله در چند سال آینده تهیه کنه، وقتی میبینه که توی ساجیتال آبمی که ما اصلا دیسک رو نمیتونه پیدا کنه توی خیلی از کات ها، این نکته ممکنه به ذهنش بشه مبادا این دیسک به سمت حتی پوستریور با پوستریور که میتونه حتی مدیال یا لترال افتاده باشه، اینی که میاد تو سیکشن های کورونالی که باز هم کورونال آبلیک هست و در لانگ اکسس هد کندیل زده شده، دقیقاً واسه جراح مشخص میکنه که این دیسک کجا افتاده، خیلی دقیق توضیح میده که آقا این دیسک در مدیال افتاده، این دیسکی که من ندیدمش در ساجیتال آبلیک در کورونال آبلیک توی دیال میتونم الان دیتکتش کنم، به شرط پروتون دنسیتی رو حتما در کنار بقیه چیزها ما داشته باشیم. خب کار از کار گذشت، ما به مریض بیتوجهی کردیم که ما برو آدامس بخور و فلان و دیسک رو اصلا نابود کردیم، نهش کردیم، دیسک پرک شد، سطوح آرتیکولار تخریب شدن، فلتنینگ شدید توی سطح ما چیز ایجاد شد. اون کلینیکی که مریض میاد میگفت و من زجرم از این بود که موقع غذا خوردن فکر میکردم همه سر میز غذا صدای محصل منو میشنوند، ولی خدا رو شکر از اون موقع که آدم سفرم پرده رو دارم ولی کسی دیگه صدای محصل منو نمیشنوه. کسی صدای محصل منو نمیشنوه یعنی اینکه اون حالت دیس رو ما اصلا نابودش کردیم با این آدم شدید. من نمیدونم یه آدم شدیدن هنوزم خیلی از بیماران من که میان میگن فلان کس ما گفته آدانس بجو. این همه که همکارا تو لکچرهای TMJ که دیدن منن همه همکارای عمومی رو از این که آقا اووریوز پای که شکسته که نمیگیم به مریض بیا برو بدو که میبندیمش، میگیم بی حرکت بمون تا این جوش بخوره، این دیسی که الان مسئله داره شما به من بیمار میگیم برو آدانس بجو، یک اووریوز از مایچی میگیریم واسه چی به چه نیت. الان این دیگه تبدیل به دی جی دی شده، اینو دیگه کجدار و مریض باید باش چیز کنیم، حالا با یا با تکنیکای جراحی، تکنیکای پالیاتیو و تکنیکای کانزرواتیو. واقعا حالا میگیم الان اینجا تئوریکلی ولی خیلی کمک بسیار زیادی به مریض نمیشه کرد وقتی که دیجیدی واسه بیمار ایجاد شده. این سطوح نفس هدکوندیل هست که داره با گلنوید فوسا در تماس با هم میگیرن، ارشادن کنم میرن یه چیز مشوله اینجا هم شاید دیسکه، شاید که اصلا پر شده یا اصلا از بین رفته، یا شاید بقایاش مثلا اینجا ها باشن، یا بقایای دیسکی هست که قبلا وجود داشته و این تبدیل شده به یک دیجیدی واسه بیمار که این دیجیدی درمانش دیگه به این راحتی ها نبود. من خواهشم باز این هست که تی ام جوینت پرابلم رو به عنوان یک امر اورژانس در نظر بگیریم، نه اینکه بگیم حالا بگذره، حالا که من نیست که اینم چه چیزی داره، زانوش که نیست که نتونه راه بره، خب وقتی این تبدیل شد بعد آخرش میخواد یه نامه واسه استاد رهسپار بنویسه، استاد رهسپار به فریاد برسه، حالا دیگه الان به فریاد چی برسه؟ یعنی تو وقتی که اینجوری دیس به این روز افتاده ما به فریاد چی واقعا باید برسیم؟ چه حالا اینم بشین مثلا یه کار جراحی واسه بیمار انجام داد یا مثلا اپنس حالا صافیه مدار درد مریض و مدار فشار مریض رو پایش بدیم، ولی واقعا این گرهی که میشد همون اول به دست بازش کرد چرا ما گذاشتیم به این روز بیفته با تأخیر و تعللی که ایجاد کرد؟ خود مریض ما اون بیان خودشه، ولی وقتی می‌بینیم مریض پیگیر بوده پروندهشو میره آقا این عکسو فلان جا گرفتن، این سیستم رو فلان جا گرفتن، جناب دکتر ببخشید من واسه صحبتتون، تو این استیج آی دکتر ام آر آی که کمکی نمیکنه، آیا کدوم از ایمیجا بهترین تشخیص رو میتونن بدن تو دیجنریشن؟ اینجا ام آر آی هم به ما کمک میکنه، ما دیسکی نمیبینیم، فضای مفصلی اصلا فضای مفصلی نمیبینیم، شاید نتونه تشخیص بده که اصلا فضای مفصلی لیگامنتی یا دیسکی وجود نداره، چون این سر دیگه این سری کندیل کاملا دیجنریتیو شده. نک اون خود هد آف کندیل رو با چی میشه تشخیص داد؟ علائم بله اینو کارلیت می‌کنیم به علائم کلینیکی. بله من یادم هست حتما استاد رهسپار خاطرشون هست یه گوشی تو اون بخش رابط ما داشتیم، زنده یاد مظفری، بعضی وقتا
خیلی اجازه نمیدادن ما ایمیجینگ، گفتن آقا این گوشی رو اول بردار بیا گوش کن، بیا صدای مفصلی رو گوش کن، ببین داره خودش فریاد میزنه یه چیز رو میرسونه، شما اینو گوش نمیکنی، بعد هم میخوای بری با ایمیجینگ و فلان میخوای بری یه چیز رو پیدا کنی که خیلی راحت همون اول توی معاینه میتونی پیداش بکنی. من من کامنتی که اینجا دارم، این دو تا داستان داره، یکی همین صدای خشخش و اون کرکینگ مثل راه رفتن رو برق، و بیمار از این شکایت داره که همین که میگین با استتوسکوپ با گوشی راحت میشه این خشخش و صدا رو گوش داد. و بعد مسئله دیگه که برای ما اهمیت داره توی سی بی سی تی از بین رفتن اون لایه کورتیکال هست، وقتی که اون لایه کورتیکال از بین میره و موقعی که به دی جی دی میرسه اون اسپیکول ها و اون چیزا در اون دقیقاً میشه که اونا رو دید. بله تو سی بی سی تی آره الان منم قبلا هم که سی بی سی تی وجود نداشت، حتی ما توی ترانسکرانیال و یک ترانسفارینگیال عادی هم میتونستیم دی جی دی رو پیدا کنیم. بله خب خیلی شدیدش دیگه، یعنی کورتکس کامل از بین رفته باشه دیگه. یک پرفوریشن هم هست، فیلمش رو خدمتتون گذاشتم، که بعض وقتا هست که دیسک پرفوره میشه و این شروع میشه واسه اینکه سطوح آرتیکولار بتونن در تماس با هم دیگه قرار بگیرن و اون دی جی دی رو واسه ما ایجاد بکنن، که اینجا من حرکت رو خدمتتون تقدیم میکنم. ببینید ما الان دیسکمون یه جوری که سطوح آرتیکولار دارن روی هم میلغزن. واسه دیسک پرفوریشن بهترین تکنیک آرتروگرافیه، یعنی ما بیایم کانترست رو توی یکی از جوینت اسپیس ها بزنیم و بعد مریض حرکت میده فکشو و بعد رادیوگرافی که تهیه میکنیم میبینیم توی اون جوینت اسپیس بعدی هم ما کانترستمون رو میتونیم ببینیم، از یه جای لیک داره، جای سوراخ هست، ولی توی ام آر آی هم تا حدود زیادی ما میتونیم پیدا کنیم، مخصوصا اگر که پرفوریشن بد باشه توی ام آر آی هم، اگر یک ام آر آی خوب با پروتون دنسیتی ساجیتال آبلیک خیلی خوب انجام شده باشه میتونیم پرفوریشن ها رو پیدا بکنیم. این هم نمونه یک پرفوریشن خود دیسک. آقای دکتر فاصله این هد آف ده کندیل تو گلنوت فوسا اونم اهمیت داره تا خود بیس یا نه؟ ببینید من تأکیدی که به همکاران رادیولوژیست دارم که میگن ساجیتال آبلیک دقیق بزنید، یعنی بشینید زاویه پل‌های هد کندیل رو حساب کنید، عمود بر اون خطی که میکشید این کاتار رو تهیه کنید، نه تو رو ساجیتال، یعنی که نه مثلا بعضی وقتا تکنسین از رو بی‌حوصلگی حتی مثلا 5 درجه اشتباه بکنه، یه چیز غیر واقعی از فضاها به ما نده. اگر یک تو ساجیتال داشته باشیم میتونیم خیلی متقن و قوی بیایم حتی در مورد جوینت اسپیس هم صحبت بکنیم توی حرکت منطقه، که این البته در موشن ام آر آی که چیز هست ما بهتر میتونیم این رو ببینیم، ولی اگر پرفوریشن رو واقعا بتونیم بخوام به صورت واقعی بررسی کنیم، بهترین راه هم آرتروگرافی است که ما کانترست رو تزریق کنیم در یک جوینت اسپیس و بعد از مدتی ببینیم کانترست در جوینت اسپیس بعدی هم پیدا شده، یک جای این قضیه لیک داره و پرفوریشن صورت گرفته. چند تا از موارد چیز هست، ایمیجینگ هست که اینا رو دیگه انشالله میذاریم اگر یه وقتی فرصت بشه با هم دیگه صحبت دقیقی داشته باشیم در رابطه با مبنای ایمیجینگ خود جوینت، چه وقتی کانونشنال استفاده، اصلا چه وقتی ایمیجینگ استفاده کنیم. خیلی جالبه، من مثلا از هر 100 تا مریض تی ام جوینت که به مراجعه میکنه شاید مثلا واسه حدود مثلا 40 تا 45 شون اصلا ایمیجینگ درخواست نمیکنه. بعضی وقتا هیستوری بیمار کاراکتریستیکه، اصلا بیمار داره میاد میگه آقا من صبح که از خواب میشم تق با یه صدا فکرم باز میشه و بعد روان میشه، این دیگه الان من به ایمیجینگ واسش تهیه کنم واسه چی؟ یا بعضی وقتا هست بعض مریض میاد میگه که شاید به من بخندید ولی من باید دندونای عقبم رو فشار بدم تا دندونام به هم برسه، در حالت عادی دندونای من روی هم قرار نمیگیره تو قسمت پوستریور. این دقیقاً مشخصه که ما مواجه هستیم با یک انقباض اینفریور لترال تروید به صورت بایلترال،
مریض میگه فکر میکنم فکر میکنم داره میاد جلو و من باید این انیمال رو فشار بدم که دندون عقبم در حالت طبیعی روی هم قرار نمیگیره. خب این هیستوری از هر ام آر آی واسه من ارزشمندتره. آیا اینکه اگر اینفریور لترال سیلگوید ما بسیار یه طرفه دچار اسپاس ماشه شه، شما یه آرتیکل پیپر بذاره میبینید دار سمت مقابل یه سری های پرشر داریم و تو اون قسمت پوستریور این طرف اصلا کانتکتی وجود نداره. اینها همه کمک میکنه. ببینید واقعا تیم جون خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. مثلا اینا میان در واقع شولدر بعضی وقتا لکچرهاشون تو اینترنت نگاه میکنیم، یا مثلا در مورد هیپ مثلا آدم فکر میکنه که چقدر این شولدر پیچیده است، این آرتیکولیشنش، این حرکت شولدر، حرکت های مختلف. ولی تیم جوینت توت ماسل جوینت یه دفعه یه مشکلی در اوکلوژن از چشم شما مخفی میبینه، همون تمام درمان های ما رو نابود میکنه. اینکه شما به پاسچر نک ریگمان اصلا توجه نمیکنید، یا مریض لوردوسیس داره. مریض خانم دکتر متخصص زنان هست که میگه در روز من ناچار هستم مثلا 7-8 ساعت از دارا رزیدنسی هم سرپا هستم، نگاه میکنم ببینید اسکلتان چند تا چرخش مشکل و چیز داره. یا یک متخصص قلب یه بیمار من بود، یه خانم دکتری بود که مثلا رانندگی میکرد میرفت شهرستان، این من هر چی گشتم باور کنید اصلا نتونید، یعنی آخرش بهش گفتم خانم دکتر چی گفتم، من تسلیم شدم، من نمیتونم پیدا کنم، تشخیص نمیتونم بدم، الکی نمیتونم بگم، میگم 4-5 تا از این درمان‌ها رو یا الکی بکن با هم انجام بدم ببینید کدومش جواب میده، همینجوری که نمیشه که. آخرش که پاشو تشکر کنه خداحافظی کنه بره، دیدم که اصلا کج داره میره، فرستادم میشه مرکز رادیولوژی، معاینه کردن گفتن آقا این اصلا هیپ مثل حالت هیپ دیسلوکیشن، اینقدر روتیشن داره، هیپ رو جا انداختن و 70-80% مسئله تی ام جوینت بیمار حل شد. یعنی واقعا این یه مسئله فانتزی نیست که ما بیام یه حالا از روی فانتزی مثلا بیام فرض کنیم لوردوسیس بیمار یا کیفوسیس بیمار یا دراپ شولدرش رو بخوام چیز کنیم. تی ام جوینت هم یک کار گروهی میطلبه. اینی که هر کسی بخواد ادعا کنه آقا نه من خودم به تنهایی میتونم تی ام جوینت رو درمان کنم واقعا درست نیست. اینو در لکچری که اصفهان بود، چون اونجا همکارا بودن، ENT ها بودن، جراحات بودن، فیزیوتراپیست ها بودن، ارتودونتیست ها بودن، رادیولوژیست ها بودن، اورال مدیسین ها بودن، واقعا من یه حس رو کردم که چقدر من بعضی وقتا ممکنه تکبودی به قضیه نگاه کنم. من نشستم اینجا از ویو خودم دارم به تی ام جوینت نگاه میکنم، هیچ وقت از چشم اون ارتودونتیست، از اون جراح، هیچ وقت از چشم اون به قضیه نگاه کردم از اونور مکعب ببینم اونور مکعب چه خبره. بنابراین خواهشم این هست که تی ام جوینت به صورت تیم ورک باشه و از تشروی واقعا دوری بشه و انشالله بشه یه خدمات خیلی خوبی به بیمار ارائه. من در خدمت هستم، اگر نکته‌ای هست که در خدمت دوستان هستم یا سوالی هست. جناب دکتر خیلی زحمت کشیدید، خیلی ممنون، لطف کردید. اگر آقای دکتر رهسپار هم تشریف داشته باشن، من از همکارا بخوام ویدیوشون رو آن کنن، هر کسی که سوالی چیزی داره اون بالا یک چند تا مربعی کوچیک هست اونو بزنید و بعد یک مربعی که طرف چپ هست راست اونم رو بزنید، همه ویدیوهاتون رو آن کنید و هر کدوم سوال میخواییم بکنیم از آقای دکتر ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر میتونید شما از شیرینگ بیاین بیرون که راحت تر بشه برنامه تو. من اینا اصلا اسلایدها رو اگر احتیاج نیست من اسلایدها رو ببرم. تو میتونید ببرید اصلا از اسکرین شیر بیان بیرون. آی دکتر اگر اجازه بدید همکارا اول ممکنه در مورد اسلایدها سوالی داشته باشن. من خب اسلایدها رو میتونید دوباره بیارینش، اشکال نداره. اگر کسی سوالی داره خواهش میکنم اگه تایپ بکنم. همه دارن ازتون تشکر میکنن. آقای دکتر توی اون چت ببینید، باز کنید ببینید اگر سوالی هست توی اون چت هم میتونید بنویسید یا خودتون هم میتونید مستقیم صحبت کنید. دکتر من یه پیشنهادی دارم. خواهش می‌کنم دکتر اجازه بدین سوالا رو کت
تسبیح بفرستن. جلسه دیگه، آره جلسه دیگه بعد میتونیم که دقیقاً با اسلایدا و اون سوالا رو خیلی دقیق‌تر جواب بدیم، چون دیگه الان فکر کنم همه خسته باشه. آره آره اینا هست. خیلی خوبه آقای دکتر. تسبیح بفرستن. ما نیم ساعت میتونیم برنامه شما رو آقای دکتر که هفته دیگه میخوایم برگزار کنیم، یه 20 دقیقه زودتر شروع میکنیم که اگر سوالا خواستن آقای دکتر وفایی هم تشریف داشته باشن که بتونیم سوالا رو ارائه بدیم. از همکارا هر کدوم که سوالی دارید میتونید ارسال کنید. بفرستم. آره تا اینکه تو واتساپ تو گروه میتونید بفرستید به آقای دکتر پریز یا پیش خود من این سوالا رو آماده کنم میفرستم پیش آقای دکتر وفایی و آقای دکتر رهسپار که آمادگی داشته باشن برای جلسه بعد. خیلی ممنون از همه همکاران. فردا شب فردا هم یه بار دیگه اعلام می‌کنید دکتر. بله فردا راست فردا راست ساعت 8 هستش که آقای دکتر کریشنا مورتی از هند، رئیس انجمن جراحی کلفلی پالت و کرنیو فیشیال هستش، ایشون صحبت می‌کنه در رابطه با سکندری ریپر آف نوز این د کلفلی کلف پالت پیشنت. برنامه بعدی هم شنبه است که اونو هنوز پوسترش تهیه نکردن، من اونم رو به معنی که تهیه شد میذارم خدمت آقای دکتر که توی گروه ها بذارم برد. هم فردا شب ساعت 8 شب به وقت ایران، ساعت 9 به وقت هند که دیگه یک ساعت ما با اونا آقیم. من ببینم اگر داشته باشم اسلایدش الان براتون میفرستم. بنده سعادت داشتم در خدمت اساتید ارجمند جراحی بودم. خیلی تشکر میکنم. آقا شما لطف دارید. خوشحال سعادت خیلی زیادی من رو آورده بود. از همکاران رادیولوژی درخواست میکنم که در همکاری تنگاتنگ با همکارای جراح باشن و در حقیقت به عنوان چشم سوم کمک کنن. ما اون چیزی رو که کلینیسیان با دو چشم خودش میتونه ببینه اون ارجح بر هر چیز دیگه، ولی بعضی وقتا احتیاج هست به چشم سوم که اون وظیفه ماست. ما باید بتونیم وظیفه‌مون رو خیلی خوب انجام بدیم، همونجوری که تا الان هم خیلی خوب انجام دادیم و من شاهد رشد بسیار سریعی در زمینه رادیولوژی فک و صورت در همکارا هستم. میبینم که جوانترها دیگه مثل ما خیلی افتان و خیزان و لنگان نمیرن، خیلی در زمینه پارانیزاسیون، در زمینه حتی بعضی از هم در زمینه انرژی بتونه یاد در جامعه بتونه چیزی عمل کنه واسه همه همکاری که دارن بیمار رو درمان. من خیلی سپاسگزارم. سپاسگزارم آقای دکتر. ما انشاءالله در خدمتتون، در خدمت سالایوری گلندم و سی بی سی تی هم برای شد شما برای اون یه برنامه داشته باشید انشاءالله در آینده هر وقتی که حال خوبی داشت. آقای دکتر ما میخواستیم ماه گذشته باشون برنامه داشته باشیم، یک کسالتی هم داشتن ولی با همه اینا قبول کردن و واقعا ازشون ممنونیم که وقت گذاشتن و این چند روز گذشتن من مرتب مزاحمشون بودم که این برنامه رو بتونیم اجرا کنیم که خدا را شکر برنامه خوبم برگزار شد. خیلی ما ممنونیم از جناب عالی و آقای دکتر برام که آخر وقت تشریف داشتن و خیلی متشکریم واقعا. این برنامه آقای دکتر مال فردا هستش. دکتر کریشنا مورتی چیرمن آف ایندیان اسوسییشن آف اورال ماکسیلو فیشیال سرجری اند پرزیدنت آف کلف لیف کلف پالت اند کرینیو فیشیال که ساعت جمعه 31/2020 رأس ساعت 8 شب به وقت ایران برگزار خواهد شد. خیلی هم ممنونیم از همه همکارانی که شرکت کردن. اگر سوالی نیست دیگه خدمت همگی مرخص میشیم. جناب دکتر خیلی لطف کردید. آقای دکتر رهسپار خیلی ممنون. دکترم رفته دیگه. آقای دکتر من این دیگه به ریکوردش رو میدم درست کنن و